بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. جمعه 11 ماه جون سال 2021 میلادی برابر با 21 خرداد ماه 1400 نه 1300 1400. هفته آینده جمعه انتخابات در ایران انجام میشه و ببینین که چه خواهد شد. به نظر من هیچ اتفاقی نمیفته و دوباره آخوندها سوار و من و شما هم پیاده و همون به قول آقای چی بود میگفت، آش همون آش و کاسه همون کاسه. و اما اجازه بدید من این یه دونه آتوکی بزنم به این که تصویرمون بهتر بشه. شما تصویر ما رو چگونه میبینید، کجا میبینید و لطف کنید برنامه های ما رو برای دوستانتون هم بفرستید، برای دشمنان رو هم بفرستید، اونا رو زجر بدید. و اما حمایت کنید تلویزیون مردم رو اگر میتوانید. پیامی گرفتم از آقای مسعود کردار، سعی میکنم چند دقیقه دیگه با ایشون تماس تلفنی داشته باشم. ممنون از لطف ایشون. همونجوری که میبینید در زیر این نوشته ها شماره تلفن ما، ایمیل ما، وبسایت ما و اینکه هر کسی میتونه در تلویزیون مردم برنامه داشته باشه نوشته میشه که دیگه جای هیچ حرف و حدیثی نباشه. تا امروز بعد از 22 سال تنها اشکالی که تونستن از من و تلویزیون مردم بگیرن اینه که من وقت میفروشم. میگم آقا بنده آمدم اینجا وقت خودم رو میذارم، پولی هم خرج کردم، وسایل رو ردیف کردم برای حرف خودم، به اصطلاح ارزش قائلم. شما هم اگه ارزش قائلی بیا اینجا استفاده کن، اگر نیستی برو هر جای دیگه که میتونی حرف مفت بزن و حرف مفت هم معمولا به جایی نمیرسه. همینجوری که 43 سال پیش و قبل 43 سال گذشته و پیش از اونم حرف مفت زدیم به جایی نرسیدیم. یکی از دوستان که شاد نخواد من اسمش رو بگم نوشته بود که اولین قدم برای رسیدن به آزادی و فلان نه به رأی. گفتم به، بعد از 43 سال شما میخوای اولین قدم رو برداری؟ مواظب باش، اینجا بهش میگن بیبی استپ، یعنی قدم های کوچولو بچگانه برداری، یه وقت خدایی نکرده نخوری زمین قنبلت بشکنه. و اما دوستان این سابسکرایب و اینها که میاد این زیر حتما انجام بدید، اینجوری وقتی ما ویدیو میذاریم برای شما فوری میاد و با خبر میشوید. ضمناً وقتی که سابسکرایبرهای ما بالاتر باشه، اون لایک بیشتر باشه، این برنامه ها به اصطلاح میاد روی سمارت تیوی، اینها دوستان میتونن ببینن. و اما دکتر شاهین نوری 57 ساله به کمک من و شما احتیاج داره. من رفتم اسم بنویسم، به من گفت چون 65 سالت هست استمسل شما به درد نمیخوره، ولی جالب خون میگیرن از آدم، ولی برای استمسل میگن که نه، باید بین 18 تا 40 سال تا 45 سال باشی. و خیلی خوشحالم که بیش از 5200 نفر تا امروز صبح این به اصطلاح پست رو دیده بودن، بعضی هم سوالاتی انجام دادن. من امیدوارم که آقای شاهین نوری که این هفته فکر کنم رفته بودن که به اصطلاح یه سری از این چی میگن چیزای درمانی رو هم بگیرن و امتحان کنن، امیدواریم که پیروز و سلامت و سربلند از این مبارزه با سرطان خون فکر کنم باشه بیرون بیان. دوستان این برنامه رو اگر روی فیسبوک تماشا میکنید میتونید همین الان بنویسید، به اصطلاح کامنتاتون رو من میبینم میتونم بخونم، البته یکم سرک بکشم اب نداره. دلیلش هم اینه که اینجا لیوان و آب و قرص و نوشابه و نمیدونم مداد و خودکار رو خیلی میزم شلوغه، باید یه جورایی خلوتترش کنم. اینا جلو این مانیتور رو گرفته نمیذاره من بیارم اینجا. مانیتورهای جدیدم که دیدید الان دیگه از این ور تا این ور قشنگ همه جا رو پوشونده، ولی من معمولا دوست ندارم. من بعد از برنامه این مانیتور میره پایین،
این مانیتور میچرخه میاد اینجا، با یه مانیتور کار میکنم که بیرون رو ببینیم، آدم رو ببینیم و اینها. و اما آقای پرویز کاردان، مراد برقی، خانه به دوش، نویسنده برنامه های سرکار استوار، بعدم که اینجا برنامه های مختلفی در تلویزیون های مختلفی داشتن، حتی مدیریت چند تا تلویزیون را هم داشتن، از دنیا رفتن یا فوت شدن. پرویز کاردان در سن 84 سالگی درگذشت. دلیل فوت ایست قلبی بوده و امیدوارم که به اصطلاح اطرافیان، دوستان و فامیلش، چون میدونم هم همسر دوم سوم هم دخترش و اینها رو در جریان بودن. آقای پرویز کاردان وقتی میومد واشنگتن معمولا من ایشون رو میدیدم، حتی هتلی که میگرفت نزدیک منزل ما بود، چون من میرفتم از هتل، البته با ماشینی که کرایه کرده بود و اینها، برش میداشتم میبردمش به اصطلاح اینور اونور بره با این و اون مصاحبه کنه و اینها. حالا هفته آینده اگر فرصتی شد بیشتر درباره آشنایی خودم با پرویز کاردان صحبت میکنم. دو تا نمایشنامه هم اینجا براش گذاشتیم که متاسفانه یکیش روز برف و یخبندون بود و اینها، و یکی دیگرش هم به اصطلاح همزمان شده بود با یه نمایش دیگه، با یه برنامه دیگه. اون وقتا هم این امکانات نبود که یکی که برنامه داره بنویسه اون دیگری بدونه نظر دوتامون با هم، خلاصه نمایش های موافقی نبود. ولی ایشون هنرپیشه تئاتر و به اصطلاح سینما و تلویزیون و اینها بودن. هرچی بود گذشت، تمام شد. پرویز کاردان در سن 84 سالگی از دنیا رفت. و اما خانم مرکل، در آلمان بهش میگن آیرون لیدی. من یادم خانم تاچرم وقتی بود به اون یه چیزی میگفتن، اگه کسی میتونه پیدا کنه تا به اصطلاح ببینیم مموریمون یا حافظمون درست کار میکنه یا نه. این خانم مرکل در آلمان به اصطلاح خیلی موفق بوده و میبینم عکساشو، مثلا میره خرید میکنه تو بقالی که نه، میوه فروشی و اینا، خیلی معمولی و خیلی ساده زندگی میکنه. لباساش هم اگه ببینید همین رو گویا هست. و اما من چند مدتی هست که این سعادت رو داشتم با آقایی به نام مسعود معیدی آشنا بشم. دفعه قبلم اون فیسبوکش و اینا رو به شما نشون دادم. ایشون خط سوم رو در کلاب هاوس دارن و دیروز هم برنامه‌ای داشتن که آیا بانوان توانایی رهبری اپوزیسیون رو دارند یا نه، که تعداد زیادی اونجا بودن. ایشون همون کسی هستن که در برنامه‌هایی هم با شهرام همایون هستند. ولی این برنامه‌های شهرام همایون گاهی وقتا دیگه انقدر مهمون میاره که آدم از خودش میپرسه خب برای چی؟ خانم احدی اینجا نشسته، آقای معیدی اونجا نشسته، آقای یزدی اونجا نشسته، امیر احمدی اونجا نشسته، اون که چی؟ هنره که آدم بیشتر، خب برو تو نمایش، برو تو استادیوم ورزشی 100,000 نفر 80,000 نفر هستن، شما بشین برنامه اجرا کن، نه کسی میفهمه کی میخواست چی بگه، خود مهمونا هم معذب هستن. اینم از این برنامه. ولی آقای شهرام همایون به دلیل اینکه برنامه‌های زیادی در طی شبانه روز میذاره و اینم یه استراتژی پشتش هست، فکر کنم الان دیگه به این نتیجه رسیده که واقعا عقب میفته، با تو کلاب هاوس باشه، تو برنامه‌های زنده باشه، تو فعالیت‌ها باشه، تو انتخابات باشه و اینا، شب و روز نداره. قیافش رو نگاه کنید، خسته، برنامه‌هاش بی محتوا، یکی پس از دیگری. خب شما ساعت اول بودی، حالا ساعت دوم هم با ما باش، ساعت سوم هم باش، فلانی از راه میرسه اینا، ولی برنامه ها بی خود شده. ولی مگه این دوستان میان پایین از این غرور و کبر؟ و آقای شهرام همایون دیروز میگفت دوباره از 12-13 سالگی تو کار نویسندگی و خبرنگاری و ژورنالیستی بوده. حالا این جالب تره،
میگه که رفتم تو مدرسه، یه جایی هم حتی میگفت رفتم با وزیر خانم فرخرو پارسا اگه اشتباه نکنم صحبت کردم، گفتم تو هر مدرسه ای یه معلمی بذارید، یه پولی اضافه تر بهش بدید، این برای ما یه بانک باز کنه، ما رو با سیستم بانک و چک و سفته و اینا، سفته میگن یا سفته میگن، سفته که سفته سفته درست فکر کنه، آشنا کنه. اینو شما داشته باشید. نه عزیزم، شهرام همایون از این را نون میخوره. آخه آقا نون خوردن به قیمت چی؟ شما قیافش رو نگاه کنید دیگه، نه خواب داره نه آسایش داره، عینکش در میاره اینجوری میکنه، بعد همون موقع داره لپتاپش رو نگاه میکنه، عزیزم قربونت برم فلان، حتی فامیل مهمونا رو عوضی میگفت، با آقای معیدی و دیگران اسما و اینا رو عوضی میگه، آقا اسم مهمونتو بنویس بماند. ببینید همونجوری که من متوجه میشم حتما شما هم متوجه میشید که این برنامه بی محتواست. بله نون میخواد بخوره، قربونت برم شهلا خانم، قربونت برم شهین خانم، $100 داد شیر خورشید خرید، پرچم خرید، شد عضو پلاتین ما، شد راضی به پلاتین و مس و اینا. میدونید که یه ضرب المثلیه، میگن روز اول مهمون طلاست، روز دوم میشه نقره، روز سوم میشه مس، حالا روز چهارم چی میشه دیگه خدا میدونه. آمریکایی‌ها میگن مهمون مثل ماهیه، خیلی جالب میگن ها، که اگر بمونه تو خونت بو میگیره، حتی اگه ماهی زنده هم باشه شما بذاریش توی آب تمیز، بعد از 3-4 روز این آب کثیف میشه و چه چیزایی که تو اون آب میبینید بماند. خیلی ممنون آقای اکبر شیرازی عزیز. آقا چی شد بالاخره فیسبوک تو رو مجبور کرد اسم و فامیلت هم عوض کنی، برای که هی یه ساعت و 24 ساعت و یه هفته و اینها هی شما رو توبیخ میکنه و توقیف میکنه، توقیف میکنه. و اما من اگه اشتباه گفتم امروز 21 خرداد ماه 1400 و 28 انتخابات هست، اقلن آخونده عقلشون رسیده انتخاباتو بزنن روز جمعه، مردم برن، درست میگم روز جمعه است. اینجا تو آمریکا هنوز سه شنبه روز انتخاباته، برای که میخوان مردم با اسب و قاطر و درشکه برسن به شهر. باورتون میشه این قانونه مال اون موقع بوده و روز سه شنبه میخواد مردم یه شنبه برن کلیسا، دوشنبه به کار مزرعه، و نه که ما خیلی هم کار مزرعه بلدیم تو آمریکا، نه که خیلی کار میکنیم، میخواد روز دوشنبه هم کارامونو انجام بدیم، بعد راه بیافتیم بیایم به شهر برسیم بریم رأی بدیم. جالب اینه که در همین قانون آمریکا میگه تو بلد نیستی رأی بدی، تو میتونی بگی فلانی معتمد منه، من به اون رأی میدم، اون هرچی گفت درسته. یعنی چی دوستان؟ یعنی درست سیستم شیعه ها که میگه شما به اصطلاح فلان آخوند رو دنبال میکنی، اون تصمیم میگیره، اون صاحب رسالن، اسمش هم الان دیگه یادم رفته، وقتی که میگفتن مرجعت کیه، اون مرجع توه. و اما در رابطه با انتخابات آمریکا، هنوز انتخابات آمریکا در حال شمردنش هستن، برای که ترامپ شارلاتان با دروغگوییش یه عده احمق و ساده دل رو فریب داده. بیچاره امروز اومده بود تو تلویزیون میگه آقا خب رئیس جمهور من به من گفته بیا حمله کن، وقتی هم اومدم اونجا نقشه دادن دستمون رفتیم فلان اینا، بعد میگه حالا کی فهمیدی این دروغ گفت و اینا، گفت موقعی که ما رو گرفتن این اصلا هیچ چیزی نگفت، نیومد جلو. بمانه یادتونه پارسال همین موقع ها این ترامپ شارلاتان داد و گریه و زاری و فقان، ای برسید از اوباما تا حالا داشتن جاسوسی میکردن برای من و خانوادم، بعدم معلوم شد تمام حرفایی که زده بدون سند بوده، بدون مدرک بوده، دروغ بوده. به قول آمریکایی‌ها گس وات، فکر کنید چه اتفاقی افتاد. معلوم شد که همین پارسال این موقع‌ها این و اون آقای بیل بود، چی بود اسمش، مردی که چاقالو دیو به اصطلاح دادستان کل، این داشته جاسوسی میکرده از دیگران و حالا همه اینا هم متاسفانه شانس میاره. این سعید دوستمون میگه، میگه شده نمیدونم فلان تفلان، وقتی که به یه نفر میگن فلانی مثل تفلانه، یعنی مثل این ظرفایی که هیچی بهش نمیچسبه،
هرچی هم به اصطلاح این خلاف میکنه میان نزدیکش ولی نمیتونن بگیرنش. حتی ماجرای نیویورک میگه تا دسامبر امسال تا بخوان اینا خودشون رو جمع و جور کنن و 1,000,000 صفحه نمیدونن مالیات و فلان جمع کنن و دادستان نیویورک داره عوض میشه. نفر بعدی که میاد ممکنه اصلا بگه ما پول نداریم، وقت نداریم، و ممکنه اصلا یکی از طرفدارای ترامپ باشه بگه نمیخوایم اینو بررسی کنیم. آمریکا دوستان حتی به ربع قرن نکشید که به اصطلاح بلیاب شد. بلیاب یعنی سینه‌اش اومد بالا مثل ماهیایی که میمیرن، قانونش اینجوری. حالا جو بایدن راه افتاده بره کشورهای اروپایی و انگلستان و حتی بره دیدن پوتین توی این نشست ها، و بلکه آبروی رفته آمریکا رو یه جوری به دست بیاره. از طرفی ماجرای واکسین به خوبی پیش رفت. الان واکسین اقدر زیاده یا واکسن اقدر زیاده که داره خراب میشه، دور میریزن، ولی اصلا نگران نباشید. امروز صبح به یکی گفتم که خانم فرع پهلوی 20,000,000 واکسین خریده، میخواد برای ایران بفرسه. گفت فکر نمی کنم فرع پهلوی یه همچین پولی بده. گفتم دقیقا همین که شما میگی درسته. آمده خانم لوس 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 نامه نوشته به WHO World Health Organization، لطفاً 20,000,000 واکسن بفرستید به ایران. برو خانم خجالت بکش، تو و این بچه عقب افتادت واقعا خجالت بکشید. اگه آخوندا، میگم یه دلیلی که واقعا باید آدم از آخوندا متنفر باشه همینه که اینقدر بد عمل کردن که این سلطنت طلبا و خانواده شاه از سوراخاشون اومدن بیرون. یعنی درست مثل ما اینجا یه حیوانی الان داریم بهش میگن سوکیدو، البته میگن سکیداز ولی میگن سوکیدو، از خانواده جیرجیرکن. اینا 17 سال پیش و 34 سال پیش، همون اوائلی که من اومدم آمریکا، اینا بودن، صدای بد میدن و اینا. البته حیوان بیازاری، اقلا نیش نمیزنه، حیوان کثیفی نیست، روی فضولات و فلان و اینا نمیره، روی درخت هست و اینا، میشینه و هر 17 سال میره، یعنی تخم میذاره 8 فوت 2 متر و 40 سانت میره تو زمین تخم میذاره. کی؟ ماده بیچاره. نره کارشو که میکنه میفته میمیره. ماده بیچاره میره 8 فوت تخم میذاره، این تخم 17 سال طول میکشه تا بیاد بیرون. سلطنت طلبا و رضا پهلوی و مادر هرزش، اینا هم 17 سال طول کشید بعد از انقلاب تا یکم یکم صداشون اومد بیرون. چرا؟ اون 17 سال دنبال این بودن که ببینن پول کجا بوده و چی خریدن و کجا بوده و اینها. بعد یکم ملت که از این آخونده ناامید شدن، اینا سرشون از سوراخ آوردن بیرون. حالا هم که به قول شیرازی ها هنونوی کرده، شما میگین شق القمر کرده. شیرازی ها یک کار بزرگی وقتی یکی انجام میده میگه هنونوی، شق القمر کرده. خانم نوشته، رضا پهلوی هم تا حالا چیزی نقل واکسن من ندیدم، شما دیدید یا خوندید بگید. خب ساعت 2:30 میریم سراغ آقای مسعود کردار، تماس تلفنی، و یه عکسی هم از ایشون دارم. آقا یه عکس جدیدی بذار، این عکس پلیر 2. این عکس رو من فکر کنم می 2020 که با شما صحبت کردم همین عکس رو نشون دادم، و اینم از این بذارید ببینیم که پلیر 8 هم میاد. بله اینم از این که حتما حتما سابسکرایب کنید. هفته گذشته 250 نفر به تعداد سابسکرایبرمون اضافه شده بود که از یکایکشون تشکر میکنم. و اما سفر معاون رئیس جمهور آمریکا به گواتمالا خیلی جالب بود. این اولین سفر خارجی این خانم هریس هم بود، کاملا هریس هم بود، و اول که هواپیماش خراب شد مجبور شدن برگردن درستش کنن برن. اولین سفر آقای جو بایدن هم به خارج از آمریکا بود، اونم هواپیماش به دلیل همین جیرجیرکایی که میگم یا سوکیدو 7 ساعت وایسادن تا همه جا رو به اصطلاح تر تمیز کنن و چیز کنن تا بعدن راه بیفته. ولی خیلی جالبه این خانم معاون رئیس جمهور آمریکا که رفته گواتمالا، اونجا وقتی خواست برگرده، خب میره به اینا میگه بابا ما به شما پول میدیم،
اینایی که اینجا هستن یکم بهشون برسین کمتر بیان. بعد میره با مکزیک صحبت میکنه، میگه اینا وقتی از گواتمالا میان بالا به مکزیک میرسن، شما اینا رو نگه دارید، ما اینجا آفیس میذاریم. حتما شما هم رفتید کشورهای خارجی که وقتی میخوان برگردید آمریکا، همونجا یه نفر آمریکایی وایساده، پاسپورت شما رو اینا رو نگاه میکنه. دیگه شما وقتی میان اینجا مثل پرواز داخلی، از اون جایی که معمولی میان بیرون، شما میان بیرون، دیگه کاری به ایمیگریشن و فلان اینا نداره. اینا میخوان همین کار رو در مکزیک انجام بدن و اونجا یک دفترهایی باز کنن و بگن که کارهای پناهنده ها، پناهجوان اینا رو اونجا انجام بدن و میخوان یه امتیازاتی بدن که طرف همونجا بمونه و هر وقت خودشون افرادی رو لازم دارن برای کار، بگن آقا ما 100,000 تا امسال لازم داریم، بیاین اونا رو هم با اسم و رسم و مالیات و فلان اینا بمانه. یه چیز جالبی نمیدونم شما هم دیدید یا ندیدید، وقتی که کاملا هریس میخواست بیاد از گواتمالا بیرون، یکی از اونایی که اونجا بود بهش گفت شما نمیتونی بری خونه یه نفر رو آتیش بزنی، بعد وقتی این داره فرار میکنه بهش سرزنش کنی، بگی چرا خونت رو داری ول میکنی. شما اومدید گواتمالا رو چندین سال این جنگای داخلی و جنگای نمیدونم مواد مخدر و جنگای اسلحه و فلان اینا، این خونه اینا رو آتیش زدید و این خونه در حال سوختنه و حالا اونا هیچ راهی ندارن به غیر از اینکه این خونه رو ول کنن و بیان به طرف شما، چون اونجا کار هست، اونجا پول هست و الی آخر. حالا ببینیم چه خواهد شد. انتخابات ایران و مناظره های مسخره. من اولی رو تماشا کردم، به نظر من خیلی مسخره بود. 7 توپ میذاریم و 7 سوال و این مرتکم هی حالا نماینده محترم، کاندیدای محترم، آقای فلان، آقا خفه بشید از بس تعارف میکنید. تازه بعد این همه تعارف میکنی یکیش ایراد میگیره که چرا با اون یکی گفتی جناب آقای رئیسی ولی به ماها فقط گفتید آقای فلان. آقا همه تون جناب آقای خوک، همه تون یه عده پدرسوخته، همه تون یه عده که با تمام این دولت ها بودید، ایران رو به امروز کشوندید، رسوندید، حالا همه تون یکی یکی مثل اون پدرسوخته میگه شما من انتخاب کن تا من بهتون بگم نمیدونم کی دزدیده، من انتخاب کن تا من بهت بگم کی کشته. درست این احمدی نژاد، من انتخاب کنید که میام میگم آخرم هیچی نگفت، حالا دوباره اومد، حالا که فعلا ساکت شده تا ببینیم چه میشه. انتخابات ایران، مناظره های مسخره. یه بار دیگه برگردیم درباره آقای شاهین نوری. ایشون دوستان اون بنمرو سرجری و فلان اینا نیست، ایشون انتقال سلول بنیادی از خون کسی به ایشان که مثل خون دادنه، شما میری خون میدی، اون مجموعه حالا هر جایی هست بیمارستان، اونا با خون، میدونید خون خیلی کارهای مختلف باش انجام میدن، سلولای سفیدشو جدا میکنن، سلولای قرمزشو جدا میکنن، اینا من بلد نیستم. اونا یعنی شما هیچ کاری نداری، فقط خون میدی اگر چیز باشی. و جالب ایشون و فامیلشون نوشته بودن که خانم مثلا ایرانی ها اون منطقه شرق اینا بیشتر شده، و من تعجب میکنم که چرا وقتی بنده خداها به مشکلی برمیخورن فامیل نزدیک اینها نمیتونن، معمولا یختی چی میدن رد مچ نیست، جور نیست اون خون. در صورت ایشون چشم امیدش به دست من و شما هست. البته امیدواریم اون شعر آقای سالس نباشه که نفس که از گرمگاه سینه بیرون آید می آید، این است چه چشم داری ز دست دوستان دور یا نزدیک، نباشه. دوستان حتما شما هم دیدید که خیلی ها کلمه مهاجر رو استفاده نمی کنن و هی میگن تبعیدی. نمیدونم این زندان رفتن ایرانی ها، تبعیدی بودنشون چرا براشون شده یک سابقه خوبی. خانم اختر قاسمی که من یکی دو بار با ایشون مصاحبه کردم، یه جا نوشته بود فلان خود تبعیدی. خب اگر کسی خودش رو تبعید میکنه خب این مرض داره، ولی اگر کسی مهاجرت میکنه خب این اومده به دنبال زندگی بهتر، به دنبال آزادی بیشتر، به دنبال فعالیت بیشتر. نکنید این کارو، معنی کلمات رو به
بنا به خواسته خودمون عوض نکنیم. حالا صحبت از این دوستمون شد، من یک عکسی رو به شما نشون میدم اگه بتونم بیارمش توی این صفحه. برای سعید فرستادم، گفتم آقا تو میتونی به من بگی این چی نوشته؟ یه مش نگاش کرد گفت نه. دوستان به نظر شما این چی نوشته؟ کسی میتونه برای من، اگه قبلا دیدینشو میشناسینش نه، ولی اگه الان اینو من به شما نشون میدم و الان شما میتونی بخونی، برای من بنویس این چی نوشته. نمیتونید بخونی؟ هدف از لوگو یا تابلو چیه که شغل شما اسم شما رو به یک به اصطلاح وسیله سریع‌تر به چشم و گوش مردم برسونه؟ باورتون میشه دوستان این نوشته اختر نیوز؟ یه بار دیگه نگاش کنید، اختر نیوز، یعنی فقط خواستن یه چیز گرافیک درست کنن بذارن اینجا. من واقعا فکر میکنم ما ایرانی ها یه عقده بزرگی تو وجودمون هست. اولا همه چیزو میخوایم انگلیسی باشه، آمریکایی باشه. تابلوهای ایران رو نگاه کنید، الان یه ویدیوهای از طرف دوربین بسته اینجاش همینجور تو خیابون راه میره، همه انگلیسی، چه اسمای مسخره. یکی رفته بود ایران، گفت رفتم پیش دیدم نوشته فیس تو فیس. گفتم این فیس تو فیس یعنی چی؟ گفت از من خندیدن، گفتن این فیس تو فیسه. آخه فیس تو فیسه که شما نباید با فارسی بنویسی فیس تو فیس. کارمون خیلی خرابه دوست. اینم از این. مهاجر یا تبعیدی هستید شما؟ حتما شما شنیدید که میگن آقا ما نسل سوخته هستیم، همسن سالای من، ما مال دهه 30 هستیم، میگن ما نسل سوخته هستیم. نسل بعدی ما که باید 25 سال بعد از ما باشه، نسل 50-55، اونا میگن ما نسل سوخته هستیم. بعدیاش نسل 70 و فلان میگن ما سوخته هستیم. خلاصه همه میگن ما سوخته هستیم. یکم اگه شما بشینید فکر کنید میفهمید که بعضی از اینا نسل پدر سوخته هستن. چون نمیشه که من نسل سوخته باشم پسرم هم نسل سوخته باشه. اگه من نسل سوخته هستم، فرزند من نسل پدر سوخته است. اینا رو درست استفاده کنید. گفتم یه آقایی بود، آقای چاوشی بود، چافصلی بود، چارسیزنی بود، این میگه ما نسل پنجمی ها. گفتم آقا نسل پنجمی یعنی چی؟ یعنی شما 125 سال از چی گذشته؟ بعد گفت نه دیگه همین جوری میگیم. گفتم آقا همین جوری که تو نمیتونی بگی، هر غلطی دلت میخواد. یه دقیقه دیگه مونده بریم سراغ نسل سوخته هستید شما یا نسل پدر سوخته. این چیزایی که تعریف میکنن، میخوان ترجمهش کنن، کامپیوتر میشه رایانه، نمیدونم سابسید یا سوبسیدایز میشه رایانه، کامپیوتر میشه رایانه، اون یکی میشه یارانه، بعد همه قاطی میکنن، هلیکوپتر میشه چرخگرد، میشه بالگرد، همه نمیفهمن چی بگن. به نظر شما خیشتن یار یعنی چی؟ خیشتن یار یعنی چی؟ باورتون میشه یه احمقی بیاد سلف سرویس، یه جایی که شما میری سلف سرویسه، خودت باید مثلا بری خوراک ورداری، خودت باید میری دستشویی آفتابه اونجاش، میشه سلف سرویس دیگه، نمیخواد کیک برات بیاره، میشه باید بگی خیشتن یار. کارمون خیلی خرابه، فکر میکنیم با این مزخرفات ما حریف آخوندا میشیم. بریم ببینیم آقای مسعود کردار چی داره به من شما بگه و پای صحبتای ایشون باشیم. و اما این صفحه رو باز میکنم با تلفن. ما هرچی به دوستان میگیم بابا شما زنگتو بزن، حرفتو بزن، پیامتو بذار، من قشنگ اون پیامو به موقع وسط برنامه هم پخش میکنم، ولی این دوستان دوست دارن زنده صحبت کنن. البته برنامه زنده یه حسنی داره، همون موقع زنده است، به خاطر همین میگن آقا طرف اصلا آدم زندهیه، سرحاله، شاده. بمانن گوش نمیدن دیگه، چیکار کن. بریم سراغ این تلفن و همین پیامی که ایشون گذاشته، من بیارم و با شما هم به اصطلاح شما هم بیننده تلویزیون مردم باشید، اینو بهتون نشون بدم تا تماس بگیرم با
ایشون، بعد با ایشون هم گپی خودمانی داشته باشیم. ببینیم، فکر کنم خیلی ممنون دوستان عزیز. همون جوری که گفتم با آقای مسعود کردار هستیم. من عکس ایشون رو هم اینجا نشون میدم. ایشون یکی از بدقولترین انسانهای روی کره زمینه. تا حالا چند سال به من قول داده که یک سی دی رو در اختیار ما بذاره تا ما هم به شما نشون بدیم، هنوز اون کار رو نکرده. آقای کردار خیلی خوش آمدید. من به شما هم سلام میکنم، هم خوش آمد میگم و هم ساکت میشم که شما با دوستان باشید. این شما و این هم شنوندگان و بینندگان تلویزیون. از بابت انتقادتون کوشش میخوام. خلاصه یه روزی که اگر صلاح بدونم کلا بخوام این کارو بکنم، حتما در حال پاسخ شما رو خواهم داد و در خدمتتون خواهم بود. اما چیزی که جناب سردی امروز منو بر این داشت که بیام یه چند دقیقه از وقت مهم این تلویزیون مردمی شما رو بگیرم، مسائل اخیر ایران بود که چند باری رو من دنبال کردم از طریق یوتیوب و این تلویزیون ها که نه، اخبار یوتیوب دیدم، متوجه بعضی از مسائل شدم. وظیفه خودم دونستم در حد خودم بیام بعضی از مطالب رو با هموطنان شما و ما با هم شیر، و اون مسائلیه که در ایران این انتصابات داره رخ میده و هفت نفر رو آوردم که بیشترین کار این هفت نفر عوض این که بگن چه برنامه دارن، زدن هم دیگه و به رخ کشیدن هم دیگه که هر کدوم در پست دولتی خودشون که همه هم شاغل دولت بودن، پست های مهمی هم داشتن، این مال اونو میگه چه کلاهبرداری کرده، اون مال اونو میگه چه خرابکاری کرده، اون یکی نمیدونم کارهای جنایی اونو میگه، اون بیسوادی اون یکی رو به رخ این یکی میکشه. خلاصه همه چی میگن الا اون چیزی که مردم بدبخت نیاز دارن برای رفاه و آسایش آیندهشون، یه چیز درست در عمل نه در حرف، که اینا هم تو حرف خیلی حراف هست میزدن. و در راستای این مسئله اون آقای دکتر حسن عباسی که به نظر بنده یکی از کارشناسان به اصطلاح بسیار برجسته و تحلیل کننده ایرانی هستن، اومدن و نظراتی در رابطه با این مسائل کلی ابراز داشتن و تقریبا میشه گفت منهای آقای رئیسی و اون آقای رضایی که از این دوتا تقریبا دفاع کردن، بقیه رو با گفتن مسائل درست به نظر من و اساسی و با صداقت درباره اونا صحبت کردن. و ایشون کلن در تحلیلگر به اصطلاح سیاسی، اجتماعی، تاریخی، اقتصادی، حتی ورزشی و از همه مهمتر اسلامی می باشد و خیلی هم به هر حال ادعا دارد. ضمن این که من به اندازه خودم به تحصیلات ایشون، تحصیلات که میگم منظورم کاغذ پاره دانشگاهی نیست، تحصیلات تجربی ایشون و حافظه خوب ایشون و اطلاعات خوب ایشون، من باید قبلا اعلام بکنم که خیلی ایشون رو بهش اعتقادمندم و میتونم بگم یکی از برجسته ترین و آگاه ترین شخصیه که در ایران هست. حالا ایرادایی هم ایشون داره که ما به اونا میپردازیم. و ایشون وارد این انتصابات که شدن اشاره کردن که کاندیداها به اصطلاح مخصوصا اشاره کردن به لیبرال ها و اصلاح طلب ها و از این قبیل افراد، اینا همشون به جهنم خواهند رفت و برای خودشون دارن جهنمی رو درست میکنن، چرا که اشاره میکنن به کارهای نادرستی که علیه در حال اون قسمتی که ایشون بهشون اعتقاد دارن، منظورم رهبر و سپاه پاسداران، بالاخر به این دوتا ایشون خیلی اعتقاد دارن. و لازم به توضیح که ایشون در زمانی از اینا حمایت میکنن که خود همین آقای حسن عباسی رو من 25 سال دنبال میکنم و
دیدم در این سالها که چقدر با روحیه مبارز، حتی بعضی جاها خشن و بی‌محابا به همه پریدن و انتقادهای شدید کردن در طول این 25 سال و حتی در رابطه با تن‌فروشی دختران ایران و بردن آنها به کشورهای امارات و عربی و فروختن آنها حتی به رئیس جمهور وقت توهین کردن که اگر دختر خود شما رو ببرن آقای رفسنجانی شما خوشت میاد ببرن بفروشن و بعد متعاقبا یادم میاد که به تمام سپاه پاسداران گفتن شما بی غیرت ها چطور میتونید تحمل کنین که دختران ایرانی رو ببرن در این کشورهای عربی به فروش برسونن. ایشون از این حرفا در گذشته من چون دنبال کردم خیلی از این صحبت ها کردم، ولی در این 1400 که شروع شده برای این انتصابات ببینم که چشم به روی همه این مسائل و خطاهای از رهبر تا سپاه پاسداران که در تمام دزدی ها و کلاهبرداری ها و پولشویی ها و شرکت هایی که همه رو در انحصار خودشون در آوردن سپاه پاسداران ایران اولین نقش رو در ایران داشتن. ایشون همه اینا رو نادیده میگیره و در این مسئله انتصابات از اونها و تمام خط فکری و روش اونها دفاع خیلی شدید میکنه، گویی که اینها پاکترین انسان ها هستن، هیچ جایی برای اونایی که خلاف کردن و این کارای زشت رو تو مملکت کردن نداشته. و در یه جا دیگه دیروز دیدم که اشاره میکنه که ائمه اطهار بالاخص امام حسین با همه اون به اصطلاح شهادت و رشادت و فلانش فقط 72 تا یار داشت و بیشتر از 72 نفر نداشت. و بعد میاد جلوتر میرسه به امام رضا، اشاره میکنه که امام رضا 37 خواهر و برادر بودن و وقتی ایشون رو میفرستن به خراسان و فقط خودش اونجا بود و اون 37 نفر هم زیاد کاری نتونستن بکنن و نتیجه میگیره که این امامان اسلامی پشت و پناهی نداشتن. یه 72 نفر بود که با امام حسین بودن، یه چند تا خودشون فامیلی 37 نفره بودن که با امام رضا بودن، بقیه هیچ طرفداری نداشتن. اما امام راحل در زمان خودشون ملت این چنینی اشاره به مردم ایران میکنن که این مردم رو در پشت خودشون داشتن و همینطور امام ظاهر هم به امام راحل میگن این مردم پشتشون بودن، هم به امام ظاهر که آیت الله خامنه ای باشد. و به اینجا که میرسیم برای من یه سوال پیش اومد از آقای حسن عباسی بکنم که ایشون باید پاسخ بده آیا این حرف شما به این معنا نیست که یک اسلامی که شدیدترین طرفداران خودش که وابستگان خود حضرت محمد بودن بعد از خود ایشون فقط در یه جا 72 نفر طرفدار داشتن و در جای دیگه هم خودشون یه فامیل حضرت رضا که 37 نفر بودن ولا غیر، و چطور شده که حالا این اسلامی که برای عربهای عربستان و منطقه اونجاها به اصطلاح ساخته شده در ایران به صورت شیعه مسلمان این همه طرفدار؟ به عبارتی من فکر میکنم ایشون جاش غیر مستقیم میگفت که ما مادام که یک همچین ملت عقب افتاده ای داریم که نه عربن نه از عرب زبان چیزی میدونن و چشم بسته و گوش بسته در اختیار ما هستن و هر بلایی که ما سرمون میخواد سرشون میاریم، ولی اینا همچنان پشتوانه مقاصد ما در هر زمان و هر نقطه هستن. این یه نوع توهین بسیار بسیار در افرادیه که چون نیک بنگرن. ایشون داشت میگفت که ما به هر حال یه سری افراد کمشور و بیشور و خرافه داریم که همیشه پشتوان ما هستن و ما بزرگترین قدرت تاریخ اسلام هستیم. الان ایشون عملا میگه خب حالا میرسیم به این که شمایی که در سخنان پیش خودش این آقای عباسی دکتر عباسی گفتن که اساسا چیز غلطیه که ما انتخابات از نظر ایشون حالا انتصابات بذاریم در جایی که کشورهای عرب منطقه مثل دبی، امارات و غیره
همینطوری خودشون پدری میمیره میدن دست پسره، مثل بشار اسد و اون یکی حافظ اسد 30 سال اون میمونه بعد میده به پسرش مثل پادشاهی خلیفه گرایی. و چرا ما این همه هزینه میکنیم؟ هم وقت ملت رو میگیریم، هم پول ملت رو ابدی میبریم. ایشون اعتقاد داره که اصلا باید این آقای رهبر خودش بگه این بیاد اون بیاد، تو هم برو تو هم برو، ایشون باشه اون باشه، و یه نفر برای همه تصمیم میگیره و همین سادگی. آقای مسعود خان، آقای مسعود خان، اولا این آقای عباسی من یادم اون وقتا توی برنامه‌های تلویزیونی هم میمد و خیلی هم طرفدار جوون داشت و میرفت تو دانشگاه و اینا، و به منم گفت بودن این شیرازیه، حالا اصلا مهم نیست، ولی مهم اینه که این چجوری بعضی وقتا به قول شما به رئیس جمهور توهین میکنه، به هر کی دلش میخواد فوش میده، به پاسدارا میگه بی غیرتا فلان اینا، ولی هیچ کسی کاری به کارش نداره. این یک. دوم اینکه شما این سوالایی که کردی، امیدوارم حالا ایشون یا بیننده باشه یا یک کسی باهاش در تماس باشه، جوابی هم اگه داره بیاد تو همین برنامه به شما بده. نکته جالبی رو گفتید که چگونه اینها با این همه لشکر و همراه و طرفدار بعد به قول شما اونجوری یه دفعه تک و تنها، یکیش با 72 نفر، یکیش با 10-12 نفر، و این ماجراها همیشه هست، حتی برای امام زمان میگن 313 نفر. و جالبه که ببینید دوستان، این ماجرای 13 اون حکومتیه که دنیا رو میچرخونه، اون 300 نفراتیه که نظر میدن، حتی جمعیت دنیا رو میخوان کم و زیاد کنن، اینا این چیزا زیاده. ولی الان شما خودتون نظرتون راجع به این انتخابات 1400، دیدم شما میگید انتصابات، بعضی از دوستان میگن این نه انتخابات نه انتصابات بلکه افتضاحات هست، نظرتون چیه؟ و باز شنیدم که کانادا گفته ما نمیذاریم اینجا جمهوری اسلامی صندوق برای رأی گیری بذاره، چیزی در این مورد شنیدید شما؟ حد کردم جواب میدم خدمتتون حتما. ببینید ایشون از صحبتهای بسیار بسیار ضد نقیضی انجام میده. از یه طرف میگه ما برای اولین بار این همه ملت پشت این اسلام ما هستن که یعنی ما باهاش همه کار میتونیم بکنیم. از اون ور دو روز جلوتره خود این آقا میگه که ما اصلا اعتقادی به این انتخابات و انتصابات که این همه وقت و خرج و هزینه بکنیم نداریم. شما زمانی که میگی ما احتیاج به انتصابات نداریم و هزینه و وقت مردم نداریم، چون از مردم میترسید، چون میدونید دیگه به شما رأی نمیدن. و خب اینم من میدونم، اینم من الان عرض کنم، اینا احتیاجی به رأی ملت ما ندارن، چون این 40 سال هم همیشه خودشون انتخاب کردن. مردم اساساً هیچ کارن. وقتی مردمی بعد از 1400 سال خود یاران نزدیک پیامبر به اون فلسفه دینی اسلام اعتقاد نداشتن و با اینا همکاری نکردن، همه حتی حاضر شدن سر امام سوم خودشون حسین رو ببرن و هیچ کی در کوفه و شهرهای بلاد عرب کمکشون نکرد، من نمیفهمم چطور ملت 80 میلیونی ما چی از اسلام میدونن اولا که بخوان اینقدر سینه اسلام رو بلخص شیعه رو بزنن. ایشون خودش میدونه، برای همین میخوان این انتصابات دیگه ظاهرش هم برداشته بشه، بکنن همینطوری قبیله ای بیان جلو برن به کارشون. به هر حال، حالا من احساسم بر اینه ایشون بیشتر از هر عرق ملی عرق مذهبی داره. ایشون خودشو من فکر میکنم در جایی، در اونجایی که باید به اصطلاح روحیه سخنرانی داره، خودشو ابوذر اسلام میبینه، شاید هم بیشتر در یه جا روحیه جنگی ایشون مثل مالک اشتر میبینه، خودشو در اون سطح میبینه و بیشتر، حتما هم بیشتر. در جای دیگه از نظر به اصطلاح ارائه تکنولوژی و طرح‌های مختلف خودشو جایگزین سلمان فارسی در اسلام میدونه، و در جای دانش و مسائل اینطوری خودشو خیلی بیشتر در عمر، یعنی ایشون همیشه مقایسه میکنه با زمان اسلام خودشو و زمان خودشو، و در جایی دیگه که از قدرت زور و به اصطلاح مسائل رزمی، چون ایشون راجع به مسائل رزمی هم خیلی ادعا داره، خودشو جای امام علی که خوب شمشیر میزد و دشمنانشو از پای در میآورد، دشمنان اسلام، ایشون خودشو یه جورایی اگر به پیغمبر اسلام و اسلام نگاه کنیم که برای هر شاخه‌ای از این اصفاده، ایشون به تنهایی خودشو در یه مجموعه
به اصطلاح همه اینا رو در خودش میبینه. البته من بذارید عرض بکنم، من به صداقت بگم، ایشون از نظر اطلاعات های گوناگون و حافظه و بخشیش هم درستی، ایشون آدم درستیه، ولی یه خورده آدم مثل که زیادی که میره جلو یه جورایی هم بهش مستبن میشه. ولی خب حالا ما میگیم همه این چیزایی که آقای دکتر عباسی میفرمایند درست. حالا من یه سوال اسلامی از ایشون دارم در انتها. آقای دکتر عباسی، اگر شما همه این مشخصات رو دارید که بهتر از همه متوجه میشید، بهتر از همه میدونید، بهتر از همه آگاهی در همه این امور سیاسی، اجتماعی، تاریخی، اقتصادی، ورزشی و اسلامی دارید که دارید، من میخوام ببینم آیا وظیفه شرعی و اسلامی شما این نیست وقتی میدونید شما یه کاری رو بهتر میکنید، چرا پا به عرصه واقعی کشور ایران نمیذارید و چرا اگر برای رهبری نمیرید خودتون جایگزین رهبر بکنید که یه صدام شما این اطلاعات رو ندارن، من اینو پر واضح میدونم، چرا جای رهبری نمیشینید این مردم این کشتی شکسته آواره در اقیانوس آبها رو به یک ساحل امن برسونید، ناخدایی کنید؟ آقای کردار ببخشید، دوست ما آقای بها ابهری از کالیفرنیا نوشته که عباسی به نظر من از اون تندروهایی هست که هر چه میگه و هر چه عمل میکنه به نفع اسرائیل تموم میشه. البته فکر کنم در دوره‌ای زندان هم بوده. دوستانی بس. که همین انتخابات نیمبند رو هم تحریم میکنن بیشتر به اهداف او کمک میکنن. بذارید من از شما آخر حرفای منو گوش کنن، آقای عفری شاید همین نظیرم از من بشنون. بفهم. و میخوام اینو به شما بگم، من دو تا سوال دیگه در رابطه با این سوالی که الان کردم از ایشون دارم. آیا یک، ایشون باید از جای دیگه بیرون از مرزهای ایران به ایشون دستور داده بشه، نسخه پیچیده بشه که برای چه کاری برن اپلای بکنن و تا چه حد و مرزی حق دارن جلو بیان یا کاری رو انجام بدن؟ یک. دوم اینکه ایشون اگر وابسته به جای نیستن، چرا هرگاه که فشار بر ملت ما در هر برهی در این 42 سال به جایی رسیده که امکان براندازی و شورش و طغیان این ملت آماده میشه، ایشون میاد جلو با حرفایی که ملت رو خوشحال میکنه، دو تا دریوری به سپاه پاسداران، دو تا دریوری به رئیس جمهور، چهار تا از معضلاتی که همه دیگه میدونن، با گفتن اینا و فشار به رگ و ریشه خودش به صورت بسیار بسیار خشن و تندرو و افراطی بیان کردن، آیا این به این معنا نیست که شما سوپاپ اطمینان رژیم در طول این 42 سال بودید و فشار ملت رو فقط میگیرید و هر بار این ملتی میخواد تکلیف خودش رو روشن کنه شما میاید حرفایی میزنید 80% که ملت رو خونسا کنه اون فشار رو، 20% هم تبلیغات اون چیزی که میخواید برای بقای خودتون و دیگر یارانتون در دولت از رهبری تا بقیه گرفته به مقاصدتون برسید. ملت ایران باید اینا رو بدونن، ملت ایران باید یعنی کنن. شما میخواید بگید که آقای کردار، شما میخواید بگید که ایشون یه اپوزیسیون ساخته شده توسط خود جمهوری اسلامی به عنوان سوپاپ دقیقاً خدا پدرت بیامرزه آسون کردی کارو. دقیقاً ایشون اصلا وضعیت و مهمترین بخش وجودی ایشون همین کارته. بله، حالا بذارید من یه سوالی از شما بپرسم. جمعیت کانادا چقدره؟ 40 میلیونه؟ 50 میلیون؟ چند میلیون؟ تقریباً 40. حالا بگیم 40 میلیون. شما موقع انتخابات چند نفر روی اون کارت انتخابات اسمشون نوشته شده بود که می‌خواستین رای بدین؟ یعنی بین فکر می‌کنم همیشه 4 نفر می‌ذارن که شما حق انتخاب. بله. حالا یه نوشته‌هایی داره پخش میشه روی اینترنت که میگه آمریکا مثلا با 330 میلیون اسم دو نفر آخرش میاد، چون دو تا حزبه. اولا بعضی وقتا 3 تا میاد، ولی معمولا اون سومی میاد با یکشون به اصطلاح ائتلاف می‌کنه. میگه که با 330 میلیون اسم دو نفر میاد و همه حرف از دموکراسی میزنن، ولی تو ایران با جمعیت 80 میلیون اسم 7 نفر آمده و باز ما میگیم که دیکتاتورشیپیه. شما نظرت راجع به این تبلیغی که میبینیم و نوشته چیه؟ که 33 میلیون یا 50 میلیون، 40 میلیون شما 4 نفر، اونجا 80 میلیون داره 7 نفر،
اینجا 330 میلیون داره دو نفر، ولی ما میگیم اینا دموکراسی هن و اونا دیکتاتورشیپیه. اینو چجوری شما میتونید توضیح بدید؟ آقای سوردی، در این کشورا همینجا که الان فرض کنید کانادا بنده هستم، اگر انتخابات میذارن 4 نفر میذارن در مقابل 40 میلیون یا هر چیزی، یه چیزی رو من به شما بگم که هیچ کانادایی به خاطر اینکه یه نهار بگیره یا یه ساندویچ بگیره یا یه آب میوه بگیره یا احیانا به یک وعده داشته باشن که آقا اگه تو بیای به این رای بدی ما شما رو میذاریم سر کار و خلاصه اینکه از فقر اقتصادی ناچار بشه بره به یکی رای بده، همچین چیزی نیست. هیچ کس از اجبار نمیره رای بده. دوستم نداری رای بدی نمیری، هیچ کس هم خالیت نمیکنه. فردا هم نمیگن آقا تو مهر نزدی، تو سیتیزن خوبی نیستی، به خاطر همین از این امتیازات محروم. در اینجا اونطوری نیست، اما در ایران چه 7 نفر بذارن چه 70 نفر بذارن فرقی در کیفیت اصولی مردم ایران نداره. مردم چه اولا گفتم بخوان رای بدن چه نخوان رای بدن، اونی که باید انتخاب بشه از بالا نطقه پیچیده، حتی از اون آقای رهبر برای سیسته میکنن تا وزرا تا در سطح مدیر کلا تا همینجوری بریم تو احزاب و گروه و همینجوری برای همه یه نطقه هایی از بالا میاد. من نمیفهمم، ما کشورمون اصلا هیچ موقع خودش نبوده، حداقل این 300-400 سال هرگز خودش نبوده، هنوز هم نیست. برای اینکه ما هنوز اون آگاهی های ابتدایی رو نداریم. یه سری رو که یه ذره میبینن که دارن حرف میزنن فوری برچست به روشنفکر رو الیت جامعه میزنن که 99 درصدشون هم ببخشید خرد مثل پیغمبر میمونه، برای که حالا اون پیغمبر هم زیاد چیزی نمیدونست ما این ضرب و مثل استفاده هر دانشمنده پیشون. بله، در جایی بله. که امثال آدم های حالا کوچکتری میشون بنده حقیر رو فرض کنید، ماها رو اونا رو الیت میدونن، ماها رو ادیت جامعه میدونن و در نهایت هم دلیت جامعه. ماها رو دلیت کردن رفتی به کارمون، اصلا صحبتی از آدم های هم مثل ما هرگز نشده، نه عنوانی به امثال ما ها میدن، نه بدبخت ها خودش این چیزی میخوان و نه هرگز به حسابی اومدن، اصلا به هیچ نمیدونن اینا رو. فقط همینایی که تو گردونه مافیای مذهب و دولت چپاولگر و دزد و فوشمی و آقا کشور انگلستان در سال 73 میرفت که به ورشکستگی برسه. بعد از این آخوندها اومدن، آخوندها بزرگترین سرمایه های اقتصادی در انگلستان وفور نعمت مثل همین که سیل بارون ریخت تو کشور انگلستان، بهترین پولا رو اینا دزدیدن ریختن تو شکم انگلستان، قراردادا رو بستن، همه اینا رفته، همه جا رفته. اینا برعکس صحبتاشون اربابشون دولت فخیمه انگلستانه، که من البته اینجا عرض بکنم من هیچ مشکلی با انگلستان ندارم، حتی حقشون میدونم، دولتی که برای منافع کشور خودش از یه عقل خوب، از یک سیاست خوب برای سرمایه گذاری های خودش در کشورهای غیر خودش میکنه و خب طبیعتا هم خوب سرمایه رو برمیداره، حق بشه. من نمیگم استثمار، من میگم سرمایه گذاری میکنه. ما هم بریم سردمدارانمون خوب بشن بفهمن، ما هم اندازه خودمون شروع کنیم به سرمایه گذاری در جایی دیگه و منافع ببریم. مگه ما خودمون زمان نادرشاه حمله نکردیم به هندوستان باج و خراج آوردیم، سالانه هم به ما خراج میدادن، ما هم مستمره داشتیم؟ نه آقا جان من، هر کی به قدرت برسه به ثروت آنچنانی برسه سرمایه گذاری میکنه در جای دیگه و طبیعتا هم بابت سرمایه گذاری باید خوب پول ببره. من اصلا مخالف دوش کشوری مثل انگلستان نیستم، خیلی عاقلم، به نفع خودشون دارن کار میکنن. من احمقم که نفهمیدم هی رفتم حفظت و زن سیغهی و عقلی گرفتم همه خوردم و به پایین تنه فکر کردم مملکت رو به فلان دادم، دیگران هم خود میان سرمایه گذاری میکنم، میگن احمد تو که نمیتونی از این همه سرمایه های زیر و روی زمین برداری، ما میان سرمایه گذاری میکنیم عوض این که پایا پایا معامله کنیم، چون شما خیلی عقب افتادین، 90 درصدی که ما میبریم 10 درصد هم میذاریم شما گرسنه نمونین. خب همینه، انگلیس نباشه اسرائیل، اسرائیل نباشه آمریکا، الان روسا اومدن، چینا اومدن، خب اینا به تنهایی خودشون کسی نیستن، فقط ما ثابت کردیم ملت ما دولت ما همه عقب افتاده ایم، همه به فکر فقط خودمونیم. آقای عباسی در یکی از سخنانش همین دیروز میگفت ما احتیاج به افرادی داریم مثل
سلیمانی که از جون خودش میگذره، هیچی برای خودش نمیخواد، برای وطنش، برای مردمش میخواد. من میخوام یه سوال بکنم از آقای دکتر عباسی. آقای دکتر عباسی مردانه اینو یه جا جواب بده، این همه شهیدای جوون ما آیا اونا برای پول رفتن شهید شدن؟ که همه شون هم خانواده هاشون در فقر کامل هست، منهای اونایی که از این دردونه های خودتون بودن یه جوری، همه در فقر کامل هست. اونا کشته شدن که فقیر و بدبخت خواهرانشون مادرانشون به فروش برن، به بدبختی و ضلالت بیفتن. و شما دختر آقای سلیمانی رو بردارید بکنید رئیس شورای شهر تهران بدون هیچ تخصص. شما همه چیتون با رابطه هست. شما اون قسط اسلامی که صحبتیشو میکنی اعتقاد نداری آقای عزیز. ای کاش داشتی، واقعا دروغ میگی. تو همه رو دروغگو میدونی، خودت هم داری سفزده میکنی، داری دروغ میگی. من آرزوم این بود این آقا راست میگفت. اگر راست میگفت، بهترین فرد برای امروز ایران امثال همین آقای حسن عباسی هست. البته اگر اون افراطی‌گری هاشو بذاره کنار، معتدل باشه، با جهان دنیای دیگه با همه درست رفتار کنه، ایران به یه همچین کسایی نیاز داره. من خودم تا زمان زیادی طرفدار ایشون بودم، منهای اون کارهای فاشیستی که من اینو باید بکشم، کشتی رو اونجا غرق کنیم، اونو بزنیم، با اونا موافق نیستم. اما از بقیه افراد داخل ایران ایشون برترن و از ایشون میخوام به عنوان یه فرد مسلمان اگه اعتقاد دارن خودشون جای رهبر میشینن، خودشون جای رئیس جمهور میشینن، هر چقدر که بد باشن حداقل یه اطلاعات کافی در سطح امور کشور میدونن. مثل بقیه نیستن که آقا اصلا هیچی نمیدونه اومده شده وزیر. بابا ما چقدر بدبختی. بسیار ممنونم، خواهش کنم ازتون بی نهایت تشکر میکنم. به خاطر همین وقتم به اندازه سطح کوچیک خودم به این تلویزیون حتما کمک خواهم کرد و هیچی برای هیچی نباید مجانی باشه. شما دارید زحمت میکشین، باید هر کی به اندازه خودش وظیفه خودش انجام بده در قبال این تلویزیون. بنده هم ممنون، سپاسگزارم. اگر صحبتی حدیثی حرفی نیست به بنده اجازه بخواهید. ممنونم از شما. دوستان روی فیسبوک اگر چیزی نوشتم من براتون میخونم، لطف کنید گوش بدید از طریق هم یا فیسبوک یا تلویزیون هر جور که تماشا میکنید. مرسی که با ما بودید، خیلی ممنون. آخر هفته خوبی داشته باشید. بر شما منظور به امید دیدار. مرسی دوستان عزیز. با آقای مسعود کردار بودیم و نظر شما درباره صحبت های ایشون چی هست؟ آقای بها ابهری دوست خوبمون نوشته که تحریم یعنی تسلیم به رأی دیگرانی که در انتخابات شرکت میکنند. دیشب این ویدیو رو تماشا نگاه کردم و نتوانستم ایرادی در آن ببینم. این همون آقای همتی عکسی که من میبینم فعلا. خب این همتی که جزء این دستگاه بوده، این دیگه خیلی مسخره است که خودشون جزء یکی از این حکومت ها بود، به اصطلاح دولت ها بودن، بعد حالا میان. در صورت من چون نمیشناسم اینا رو، من چون در ایران زندگی نمی کنم، چون هر از 4 سالی هر از 2 سالی صدای انتخابات میاد، من به خودم حق نمیدم چون شناختی ندارم در انتخابات شرکت نمی کنم. دلیل من برای شرکت نکردن در انتخابات اینه که شناختی ندارم. 3 روز پیش اینجا انتخابات باز سه‌شنبه، انتخابات اولیه دموکرات ها برای انتخاب فرماندار بود، من نرفتم شرکت کنم. یکی از کارهایی که آدم میتونه انجام بده وقتی کسی رو نمیشناسه اینه که نره انتخاب کنه. آقای بها ابهری نظرتون در این مورد چیه؟ بعد آیا شما فکر میکنید افرادی که میرن در ایران انتخابات شرکت میکنن واقعا دانش دارن یا فقط تحت تاثیر تبلیغ قرار گرفتن؟ یا حتی اینجوری که آقای چیز گفت، کردار گفت، به خاطر یه گونی برنج، یه گونی سیب زمینی، یا دیده بودیم بعضی ها نشون میدن با ویدیو گذاشتن بسته های رو، مثلا یه نفر برده داده مسجد محل، مسجد محل پخش کرده، بعد وقتی بازش میکنن توش یه کارتی مال اون آقای نمیدونم مهندس فلانی، آقای مهندس فلانی، اینجوریه. نظرتون درباره این افراد چیه؟ شما فکر نمیکنید باید مملکت احزابی رو داشته باشه که در طی این 4 سال
مردم صحبت کنن. بعضی ها میگن برخورد افکار عقاید، ما میگیم حالا با همدیگه بیان به اصطلاح مناظره‌ای داشته باشن، گفت و شنودی داشته باشن، تا بعد بفهمن که آقا این منافع من رو تأمین میکنه، این تأمین نمیکنه. من به این رأی میدم، به اون رأی میدم. ممکنه من بچه مدرسه‌ای داشته باشم، بگم میرم به این رأی میدم که میگه من میخوام مدرسه ها رو مجانی کنم، امکاناتشون رو زیاد کنم. شرایط من بعداً عوض میشه، بچهای من مثلا میرن دانشگاه، خب من ممکنه نرم به اون رأی بدم. هیچ اشکالی نداره که رأی نده آدم، یا حتی به کسانی که قبلا رأی داده الان بهشون رأی نده، عوض بشه و نمیدونم. خلاصه هفته دیگه همه این ماجراها تموم میشه. من خیلی ها که میگن ما تو خونه میشینیم و نمیریم رأی بدیم، میگم من متاسفانه نمیتونم تو خونه بشینم چون باید کار کنم. و امروز صبح بود اتفاقا باز آقای سهراب چمنارا، ماشاءالله همه اینا بچه تیمسار، پولدار، بعد خودش مهندس برق، یک شرکتایی هم ساخته، حتی بعضیا پشت‌سر ایشون میگن معاملاتی با دولت جمهوری اسلامی انجام داده، ما کاری نداریم، حالا یه زندگی راحت و چیزی داشتن. بعد به کسایی که مثل من میگن آقا آقای کردار ببین چه قشنگ میگه، آقا من چون اومدم تو این تلویزیون حرفم زدم، حاضرم یه کمکی هم بکنم. این کجاش اشکال داره آقای چمنارا؟ اشکال اینه که یه نفر بیاد مثل شهرام همایون بشینه بگه من از اینایی که آوردم اینجا، از این خزائی و خزعلی و نمیدونم اونو اینو امیر احمدی و نمیدونم آقای شعله سعدی و اینا، هیچ پولی نگرفتم. خب آقا پس از کجا میاری ما 60,000 دلار میدی؟ خودتم که میگی این کمکی که میکنن نمیدونم 10 دلار و 50 دلار و اینا، این خرج آب و برق هم نمیشه. از اونا شما باید ایراد بگیری، نه اون کسی که میگه آقا من به خاطر اینکه دیدم جامعه ایرانی مفت خوره، برنامه‌های هفتگیمو تعطیل کردم، یه روز در هفته میام صحبت میکنم، این سهم خودم. اگه کسی میخواد صحبت کنه باید به اندازه وقتش وقت بگیره، چه اشکالی داره؟ مگه شما ساندویچ فروشی که میری بهت ساندویچ مجانی میدن، نونوایی میری نون مجانی میدن؟ اینم اینجا اینجوریه. ما لوس شدیم، عادت کردیم، برای که شاه پول دولت و پول مردم بدبخت خرج کرد، آخوند پول مردم بدبخت رو خرج کنه، تلویزیونای خودشون رو میزنن، مزخرفات خودشون رو میگن. ما انتظار داریم اگه سوربی هم میخواد بیاد مزخرفات خودش رو بگه، نمیدونم یه پولی هم به ما بده. نه خیر، اینجا شما دوست داری میای حرفتو میزنی، دوست نداری فقط شنونده هستی. خیلی ممنون دوستان عزیز. ترامپ چند روز پیش عکسای گذاشته بودن، میگفتن حتی شلوارشو پشت و پیش نه جلو عقب پوشیده. یادتونه بچه که بودیم بعض وقتا کوتمونو ما از این وری میپوشیدیم برای که بریم، یه بازی بود تو شیراز بهش میگفتن چلک موسه، یه چیزی اینجوری بود، الک دولک، یه چوب کوچولو بود یه چوب بزرگتری بود میزدیم، بعد با دست که میگرفتیم سرد بود، درد میگرفت، کوتمونو برعکس میپوشیدیم، آسینا رو با جلوش اینجوری مثل یه چی میگن پیشبند میشد میگرفتیم. حالا ترامپ شلوارشو گویا وارونه پوشیده بوده و عکسای مختلفی هست، حتما بزنید نگاه کنید، من عکسش رو ندارم. دوستان عزیز امروز آقای لادن کار داشتن نتونستن بیان و امیدوارم هفته دیگه با ما باشن. اینو باید اول برنامه بهتون میگفتم، کلن فراموش کردم، از این بابت از شما عذر میخوام. و اما عکسای هست، اجازه بدیم بهتون نشون بدم. یکیش اینه که بیاد اینجا، نمیدونم بعضی از عکس ها وقتی میاد اونجا کج و موج میشه، از موقعی که این سیستم جدید گرفتیم اینجوریه. حالا مثلا این عکس رنگی الان بهتون نشون میدم، ببینید بعد اونجا که میاد سیاه سفید میشه. نگاه کنید الان توی کامرای دو، این کامرا فقط ازش عکس میگیره، ولی اون یکی ما عکس رو میاریم تو این نشون میدیم. بذارید این کامرای دو رو بذارم براتون همینجا، بذاریم select area، از اینجا بیایم تا اینجا. بله حالا با همین کامرای دو براتون میخونیم، این چیزها رو خاموش کنیم که کامرای دو. خب میگه در بستر دین شروع و فرجام یکیست، فرق است میان دانه ها دام یکیست، مقصود همه سوار مردم شدن است، آخوند و مغ و
کشیش و خاخام یکیست. اینو من امروز صبحم یا هفته پیشم خونده بودم ولی فکر کردم لازمه اینو هر روز ما ببینیم و یه یاداوری هم بشه. اجازه بدید من یه عکسارو که بهتون نشون میدم پاک کنم، یکم طول میکشه ولی دیگه چیز میشه به اصطلاح اقلا از سیستممون میره بیرون. اینجا هم نوشته که اجازه بدید نه اینه با افکت دو بله، نوشته تا حالا نام مسیح رشت به گوشتان خورده؟ در رشت مزاری وجود دارد که سرگذشت عجیبی پشت آن است. فردی ارمنی به نام آرسن میناسیان که در بین مردم به آزادگی و جوانمردی معروف بود، آرسن متولد رشت بود. در کودکی مادرش برای او پالتوی میخرد، اما آرسن پس از بازگشت از مدرسه بدون پالتو برمیگردد و در مقابل پرسش مادر میگوید که یکی از همکلاسی های مسلمانم لباس نداشت، پالتو را به او بخشیده است. آرسن سالها بعد با هزینه شخصی خود در رشت داروخانه‌ای تأسیس میکند و به مردم بی‌بضاعت داروی مجانی میدهد و جان بسیاری را نجات میدهد. آرسن میناسیان در سال 56 در حالی که در سرای سالمندان رشت مشغول خدمت رسانی بوده، دار فانی را ودا میگوید. روحش شاد، یادش گرامی باد. خب اینم آرسن میناسیان. بذارید من این عکس رو هم پاک کنم و حالا که از به اصطلاح بخشش و اینها صحبت شد، من این عکس رو به شما نشون بدم. پلیر 4 ببینیم، مثلا این عکس حالا میذارم هیچ اشکالی پیش نمیاد. میگه که بخشنده بودن ثروت بزرگ لازم ندارد، دل بزرگ لازم دارد. نوشته گوجه کیلو اینه میدونم چند هزار تومن، ولی زیرش نوشته گرجه برای گرجه، ما شیرازی ها میگیم گرجه، گوجه برای فقرا مجانی است. اینم از این که آدم وقتی یادش میاد که خانم پهلوی میگه 20 میلیون واکسن بدید به ایران، اون وقت یه همچین افرادی رو میبینه. واکسن فکر کنم دونه 4 دلاره اگه کسی بخواد بخره. اینم اون روز بهتون نشون دادم، بذارید یه بار دیگه هم نشون بدم، چون من حالا بعضی وقتا یه برنامه‌ای هم هست ازم دعوت میکنن این ور اونور میرم، یه چیزایی رو که اونجا نشون دادم یادم نیست دوباره اینجا نشون میدم و ببینم که این همونه یا این اون نیست. پاتی کردم یه جورایی. بله عکسا اینجایی که من میبینم با اینجا فرق میکنه. در هر صورت اینه، اجازه بدین بیارم اینجا شما ببینید عکس کامرای 2. بله، این پسر 11 ساله سیستم یک بانک رو هک کرده و 74 میلیارد دلار به حساب باباش واریز کرده. به این میگن فرزند ساله. حالا چه درد سرای برای خانواده‌اش و اینا درست کرده بماند. من نوشتم برای طرف که ببخشید، برای دوستی که برای من اینو فرستاده بود، اینا رو بعضی وقتا دولت ازشون استفاده میکنه در جهت به اصطلاح ضد چیز درست کردن، چی میگم به اصطلاح ضد هکر. من یه چی بهتون میگم شاید باورتون نمیشه، ما هر دو هفته یه حقوق میگیریم برای این جایی که کار میکنم. دو هفته پیش که مثلا می 4 بود، نمیدونم چند ماه قبل، اشکالی پیش اومد. من نوشتم دادم به اون منیجرمون مدیرمون، گفت اوکی درستش میکنم نگاهش میکنم. دو هفته دیگه دیدم اون که درست نشده 4-5 تا به اصطلاح اینوایس یا تیکت دیگه هم پرداخت نشده. دوباره بهش گفتم، گفت که من یه چیزی بهت یواش میگم به کسی نگو. گفتیم بفرما. گفت سیستم ما رو هک کردن و ما نگفتیم، چون اگه میگفتیم یه عده فردا نمیمدن سر کار. دوستان تو آمریکا مردم دی بای دی زندگی میکنن، یعنی امروز میره سر کار. خیلی ها راننده اوبر هستن، الان اوبر شما رانندگی کنی شب میتونی پولتو بگیری بری خونه، یه دبیت کارت داری میری پولتو میگیری میری خونه. خیلی ها اینجوری هستن، خیلی ها هفته تا هفته هستن. اگه هفته جمعه شون یه اشکالی پیش بیاد نتونه پول بگیره، میره چکه رو میفروشه، چکی که شما بهش دادی میره میفروشه یه جایی 4% 5% کم میکنه. به اینا میگن چک بای چک یا دی لیو دی بای دی. حالا شما اینو داشته باش،
ما تو ایران که اینقدر وضعمون بده میفهمیم مثلا یه چیزی میگه من 3 سال حقوق نگرفتم، 6 ماه حقوق نگرفتم. خب یکی ازش بپرس آقا شما یه ماه حقوق نگرفتی چرا دیگه رفتی سر کار؟ وقتی دیدی نمیدونم این چیز هفت تپه رو دارن میفروشن و اینا دارن میخورن و دارن میبرن، شما هم رفتی براش کار کردی که نشون بدی این شرکت خوبیه، اونم بتونه بفروشه. میدونید اینا اشکالایی که اگر یه چیزی رهبر داشته باشه. آقای کردار درباره انتخابات کانادا که توضیح میده، همه اینا از این میاد که احزاب هستن، اینجا سازمان‌های سیاسی هستن. حالا تو ایران هم اومده همین کاری که آقای عباسی میکنه، این کارو درست کرده، یه سری حزب درست کرده، ولی حزب‌ها همش مال خود دولته. یعنی به یه حزبی که میخواد یه حرف مخالف بزنه که اینا به اصطلاح امون نمیده. و اما بیایم از عکسایی که آقای اکبری معمولا میذاره استفاده کنیم. پلیر 4 نوشته که بذارید من اینجا اینو بیارم، اوکی، نوشته که ساندویج جزمین یا همون یاسمن خودمون، جزمین یه گلی هست، نوشته ساندویج با نان باگت فرانسوی و سس مایونز فرانسه برای اولین بار در ایران، روست بیف 65 ریال. این زیاد بوده دیگه، چون اون وقتا ساندویج معمولی من یادم ساندویج فکر کنم 1 تومن بود، 2 تومن بود، حتی یه جایی نقل 6000 بود. نوشته همبرگر 4.5 تومن یا 45 ریال، کالباس سیردار آرزومان 38 ریال، اولویه 35 ریال، سوسیس آلمانی 38 ریال، مارتادلا 35 ریال، کوکاکولا 8 ریال. بعد اون بالا هم همین رو باز نوشته، روسبیف و اینها. البته اون بالا نوشته ساندویچ با نان، بعد نوشته 15 ریال یا 25 ریال، مثل که قیمت ها رو تو زمان های مختلف. اینجا تبلیغش هم نوشته اول ساندویچ بعد سینما، که آقا کیوان اگه اشتباه نکنم دوست آقای اکبری به شوخی نوشته بود اون موقع در شیراز ساندویچی نبود. گفتم ما افتخار میکنیم، اگه ساندویچی نبود نشون میده که قهوه خونه بوده، چلو کبابی بوده، و ساندویچی و ساندویچ داشتن دوستان نشونه پیشرفت نیست. همینی که دیدید با این سرعت شما رو بردن به سینما، بردن به ساندویچی، ولی خیابونا و نمیدونم جاده ها خراب و خاکی و اینها بمانه. و اما عکس شماره 4 رو بهتون نشون بدم، نوشته ایشون فقط میکشن، بنده عددش رو هم شفاف میگم، خالی بند. و اون یکی عکس نونه، ولی اگه عکس نونه از این نونایی که مثل نونای آمریکایی که میبرن و اینها، نمیدونم، در صورت اینم کاریکاتورای ایرانی هم. بله آقای ابهری، نظرتون درباره این آقا که گفته من اگه بیام میگم چند نفر کشته شدن و اینها چیه؟ میگه همتی از بانک مرکزی کنار گذاشته شده. خب یعنی بد بوده، اونجا بد بوده، حالا میگن بخواد رئیس جمهور بشه. خب همون چک موسه، همون چلک موسه صحیح تر است. بله موسه به چوب، و حتی یه جایی که مثلا یه دسته ای چیزی داشت میگه موسه شو بگی بیا بالا. من هنوز نفهمیدم هک کردن چه امتیازی واسه هک کننده داره. ساندویج شیراز 12000 بود. شما درست میگی، نشون میده سن من و شما یه اندازه است. من یادمه میرفتیم بعضی وقتا 2 تا نصف ساندویچ میگرفتیم که 2 نوع ساندویچ بخوریم، 2 تا 6000. بعد بلیت سینما 1 تومن، 15000 2 تومن بود. بعضیا بلیت 6000ی هم یادشونه. بلیت سینما مهتاب من یه بار یا دو بار رفتم و دیگه هم نرفتم، خیلی جای بدی بود واقعا. نمیدونم، فکر کنم اونم همون ما بلیت 1 تومنی میخریدیم و اینا، پول بیشتری نداشتیم. این ماجرای هک کردن براتون میگم. آقای اکبری حتما تو آلمان هم یه جایی هست که هک شده، بعضی وقتا به مردم نمیگن، پول میدن. اونی که هک میکنه هک میکنه. الان چشماتو ببند، فکر کن که شما همه کارهای زندگی تو، حساب بانکی تو اینا رو گذاشتی رو کامپیوتر، به جایی که مثل سوربی 2 تا دفتر داشته باشی، 2 تا کاغذ داشته باشی. بعد من شب که شما خوابی بیام به وسیله اینترنت توی کامپیوتر همه اینا رو وردارم، پسورد و اینا رو عوض کنم، هنوز چیزی تو کامپیوترته. یا از این بدتر، یه مرحله بدتر،
همه اینا رو بردارم بذارم روی فلش یا درایو بیرون، بعد بهت بگم آقای اکبری من حساب بانک تو دارم، پرونده های دکتر تو دارم، حالا اگه میخوای مثلا 100 یورو به من بده، من نرخم خوبه برای هک کردم، 100 یورو به من بده تا باید بدم. شما چیکار میکنی؟ 100 یورو رو میدی دیگه. بدبختی اینجا تا 100 یورو رو دادی این میگه خب اکبری اگه هکش کنم دوباره هم پول میده، و این کار شد تو آمریکا. و خیلی ها یادتونه این اولی که چپ و راست هی داعش میگرفت و سر میبرید، خیلی ها رفتن پول دادن که بچهشون سرش بریده نشه، ولی اونا بیشتر تشویق میشدن که یکی دیگر بگیرن. حالا به جای اینکه یه نفر رو با ماشین بگیرن، یه اتوبوس رو بگیرن. بعدم زنگ میزد 2 میلیون، 10 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون پدر مادران میدادن، کاری هم به دولت نداشتن. ضمن اینکه دولت گفته بود ما با هیچ کسی، حتی زمان شاه اگه یادتون باشه یه تروریستی یه کاری کرده بود، بعد شاه گفته بود ما به تروریست ها پول نمیدیم فلان اینا، ولی همه دولت ها دروغ میگن، همه دولت ها ضعفشون رو میدونن. همین الان که آقای جو بایدن رفته اینجا بیرون، رفته که با این آقای پوتین صحبت کنه، بگه آقا نمیشه ما شما رو هک کنیم شما ما رو هک کنیم، باید به یک توافقی برسیم که یه جایی اینو به اصطلاح توقفش بدیم. باج افزار، بله رنسام فکر کنم بهش میگن، همون باج افزار. خب این نرم افزار، سخت افزار، حالا باج گرفتن هم به وسیله یک افزاری هست. شما یه وقتی حتما برای شما پیش اومده یه برنامه میاد یه کاری انجام میدی، همون موقع کامپیوتر شروع میکنه جیغ زدن و اینها، و بهت میگه به این 1-800 زنگ بزن، کامپیوترت نمیدونم اشکال پیدا کرده، شما زنگ میزنی اون ور یه هندیه، بعد میگه 50 دلار بده تا من بیام تو کامپیوترت. یعنی حالا اون وقت تا حالا نیومدن ولی شما رو فریب داده، حالا که اومد تو کامپیوترت 50 دلار میگیره اونو برمی‌داره، دو تا چی دیگه هم میدوزه میره، بعدن دوباره میاد سراغه. اینم از این ماجرا. آقای بها ابهری، آیا شما رأی میدی یا نه؟ اگر رأی میدی به چه کسی و چرا؟ دلیل چیه؟ اینم مثلا ببینید این عکس رو دوستان نگاه کنید، نگاه کنید چه جوری نشون میده. کسی اگه میدونه چرا اینو به من بگه، در صورتی که این عکس حقیقتا اینجوریه. ببینید این عکس اینجوریه، و بذارید کامرای دور رو بهتون نشون بدم. میگه خون جوانان ما میچکد از، یادتونه میگفت ننگ بر آمریکا و این خون جوانان ما میچکد از چنگ تو، اینجا میگه خون جوانان ما میچکد از رأی تو، هشتگ نه به انتخابات 1400. متاسفانه من میبینم خیلی ها فکر میکنن یه هشتگ که دادن تموم شد، ایران آزاد شد انتخابات. و با کمال تعجب باید بهتون بگم که من خانم شیوا محبوبی رو دیدم تو تلویزیون ایران اینترنشنال، تلویزیونی که همه میدونن ایران اینترنشنال نیست، سعودی اینترنشناله. آقای بهاخان چرا به این تلفن زنگ میزنی؟ الو میخوای رو خط صحبت کنی یا خارج از خط؟ آره رو خط ای دوست داری. خب دوستان عزیز، آقای بها ابهری لطف کردن تماس گرفتن. آقای ابهری بفرمایید که شما رأی میدید یا نه، اگه رأی میدید چرا و به چه کسی؟ من امیدوارم که کالیفرنیا رأی گیری انجام بشه، اگر رأی گیری انجام بشه حتما رأی میدم، چون انفعال و بیعملی رو تسلیم شدن به رأی به رئیسی میدونم و به همتی هم رأی خواهم داد، چون با همون ویدیویی که گذاشتم دقیقا 100% اون چیزایی که میگه در این ویدیو اعتقادش به بازار آزاده و بازار آزاد منظورتون خصوصی اقتصاد سرمایه داری؟ آها منظورتون خصوصی سازی نیست که پدر اقتصاد ایران رو در آورده؟ خصوصی سازی بد انجام شده، من معتقدم بد انجام شده. یه کارخونه هایی رو رفتن با رانت به این اون دادن، ولی غلط نیست. بله بله خیلی کار خوبیه، ولی حالا بد اجرا شده، خیلی هم مثلا باید درست اجرا بشه. اصلا حق اینه که بدن هرچی هم که گرفتن دادن مثل هفت تپه پس بگیرن. بله
آقا شما گفتید اینجوری که من میرم رأی میدم که به رئیسی رأی ندید نداده باشید، خب 6 تا دیگه میمونه، اونا به کی میخوای بگی به کی رأی میدی یا دوست داری مخفی؟ من همتی. آقا گفتید همتی. بله ممنونم از شما. من الان یه عکسی گذاشتم، ویدیو رو نگاه کنن و به اصطلاح تسلیم شرایطی که براشون تعیین شده نشن. ما رأی اعتراضی داشتیم سال 76 هم، مردم رفتن به خاتمی رأی دادن، نشه که چیز رهبری و اینا رأیش برای ناطق نوری بود، ولی مردم در اعتراض رفتن به خاتمی رأی دادن و خیلی هم خوب شد. بله خب شما فکر میکنید چرا این آقای رهبری تسلیم رأی مردم نمیشه؟ کسی که اینجوری اومدن با شاه مبارزه کردن، گفتن دیکتاتوری خوب نیست، رأی مردم خوبه. البته همون موقع بلافاصله آقای خمینی گفت اگه 30 میلیون هم بگن آری من میگم نه، همون موقع باز آقای خمینی گفت که اگر کسی بر علیه مسلمان رأی بده باید زد تو سرش فلان اینا. یعنی نشون دادن که اینا واقعا نمیشه جمهوری باشه و اسلامی باشه، نمیشه جمهوری باشه و اسرائیل کلیمی باشه. میدونید این یعنی اینا نمونه داشتن، ولی حالا امیدواریم شما اینجوری که میگید به اصطلاح شما درست بگی. من چون نمیشناسم، من فکر میکنم اسلام با جمهوریت چیزی داشته باشه، تناسخی داشته چیز داشته باشه، در تقابلی باشه، تناسخ داره، تقابل نیست. رأی اکثریت رأی به اصطلاح چیز هست، رأی غالب هست و چاره ای هم جز اون نیست، ولی همون اکثریت رو میشه جهتش رو عوض کرد. به نظر من همتی از دست اینا در رفته، و این 7 نفر از همه متفاوت تره و راهایی هم که پیشنهاد میکنه هم در عدم تقابل با غرب، عدم لجبازی با قدرت‌های جهانیه، و هم در مورد اقتصاد حرفی میزنه که ما هم اینکه قبول داریم، ما هم اینجا در اقتصاد آزاد زندگی میکنیم و اکثر ایرانی هم اینو قبول دارن، اکثر دنیا به این نتیجه رسیده که اقتصاد آزاد جواب میده. بسیار ممنون آقا، مرسی که با ما بودی، آخر هفته خوبی برای آرزو میکنم. تو این هفته هم اگر ویدیوی چیزی داشتی برای ما بفرست تا بتونیم پخش کنیم. مرسی. دوستان عزیز، بها ابهری رو روی فیسبوک و جاهای دیگه میتونید ببینید، فعال هستن و اهل بحث و گفت و شنود هم هستن. این تابلو رو نگاه کنید، بعد نگید که سربی خودش میگه چرا اختر نیوز تابلوش کج موج درست میکنه، اون خودش اینجوری. بعد بذارید من بهتون نشون بدم حقیقتا این تابلوه اینه، نگاه کنید دوستان. خب اگه کسی هم میخواد بنویسه قشنگ بنویسه مردم تیوی. تفاوت سین یعنی تابلو با نوشتن اینه که شما تا میبینیش تو چشمت نقش میبنده. آخه اون چیه شما یه خودکاری رو یه خودنویسی رو فرق کردی ببخشید فلان جای نیوز و فلان، آخه نمیدونم والا یه کمی خجالت آوره دیگه، هیچ چیز دیگه ای نمیتونم بگم. خب این عکس رو من نشون دادم دوستان، نظر شما راجع به این چیه که در مورد انتخابات و قبل از انتخابات اینجوری میشه به اصطلاح پاسدار و پلیسا دارن گل میدن به خانم ها، ولی بعد از انتخابات میگیرن و میندازنشون تو ماشینای گشت ارشاد و الی آخر. آقای شیرازی، آقای ابهری، به شما میگن که آقای ابهری با کمال احترام هدف رژیم فقط بردن من و شما به پای صندوق‌های رأی برای تبلیغ است. من خدا را شکر شناسنامه هم پاک پاک است. آقای اکبری اتفاقا دیدم یه دوتا نوشتهایی که شما مالا نمیدونم به اصطلاح جز اونایی بودین که منتشر میکردین یا نظر میدادین راجع به این بود که بریم عکس بگیریم نمیدونم اینایی رو که میرن رأی میدن شناسایی کنیم. بعد یه عده دیگه نوشته بودن اینایی که میرن رأی میدن برای اینه که میخوان برن ایران و بیان. اتفاقا آقای کردارم گفت به نظر من که همچین چیزی تا حالا نداشتم تو این 42 سال گذشته، یه جایی حتی 2005 که رفتم ایران کسی بهم گفته با شما رأی گیری شرکت کردی یا نه. آیا شما جایی بودید که بهتون بگن چون رأی ندادین سهمیه کوپن برنج بهتون نمیدیم یا ایران نمیتونی بری؟ ولی آقای اکبری من از شما میپرسم، چون شما همه جا نوشتید و میگید که در برلین زیبا هستید، واقعا اگه یکی رفت رأی بده باید بریم ازش عکس بگیریم شناساییش کنیم؟ خب بعد چه کارش کنیم؟ بعد چه حکومتی
مورد پسند شما و دیگران هست که اون بیاد سر کار، حالا که اون اومد سر کار میخواییم با آقای ایکس خانم وای که رفتن رای دادن چی کار کنیم؟ بیاریم تو میدون شهر برلین و اون یه ایسکا هم هست دم زو دم باغ وشه اونجا بریم چی کار کنیم واقعا اونجا؟ هیچ وقت از خود تو سوال کردیم وقتی یه نفر مینویسه، من و شما هم هیجان زده دربارش مینویسیم، به بعدش فکر نمی کنیم. مثلا این دخترای جوان نشون میده اینا الان یه شور و شوقی دارن. شما تو همین آمریکا نمیدونی وقتی به یه نفر میگن شما میتونی رأی بدی چه شوقی داره که بره اولین رأی رو بده و به اصطلاح تو شناسنامه اینا چیزی نمیزنن اینجا. ولی من میبینم بهشون فوش میدن، این نمیدونم خودفروشان، این تنفروشا، این جنده ها، این فلان بیسار اینا. آقا اینا دخترای فامیلای من و شما هستن. همین خانم مسیح علی نجات که امروز چون پول میگیره از این ور اون ور مجبور حرف اونا رو بزنه، همین خانم مسیح علی نجات میگه بله این خونه خونه خرابه ای است، ولی ما نمیتونیم با بولدوزر بیافتیم به جونش. پدر مادر من هنوز اونجا زندگی میکنن. این مال موقعی بود که میگفت براندازی نباید، اصلاح طلب بود، موقعی بود که دوربر خاتمی میچرخید. حالا میگه باید بریم با بولدوزر بندازیم اصلا زیر روش کنیم. هفته پیش رفتم خونه یکی از دوستام، گفتم شما سوکیدا ندارین، این حیوانایی که صدا میدن؟ بعد گفتم خونتون چند ساله؟ گفت 8 ساله. گفتم آها، معمار شما اومده اینجا نسل اینا رو به اصطلاح ورداشته، با بولدوزر انداخته این خاکا رو زیر رو کرده، برده لندفیل به اصطلاح بدبختا حالا اونجا دنیا میان. اگه دنیا بیان، اگرم مرده باشن، چون تکون خوردن اینا که مرده. آقا نمیشه براندازی اینجوری. آقا شما یه خونه ای میخوای عوض کنی، تو آلمان خیلی مشکل بود، حالا چه جوریه؟ یه خونه ای میخوای عوض کنی، اول میری یه خونه دیگه پیدا میکنی. حالا یا این خونت اجاره ای، اون خونه خریدی، یا الان خونت اجاره ای نبوده میخوای تعمیر کنی یا فروخته، هرچی میخوای جابجا بشی، یا به قول دوستان افغانی میخوای جاکشی کنی، اسباب کشی کنی، میری اول اونو تعیین میکنی. شما و دیگران، خانم بیه جیلانی دوباره نشسته که ترامپ بیاد اینجا. خانم این ترامپ 4 سال اینجا بود، کثافتی زده به سیستم آمریکا که 40 سال طول میکشه تا درستش کنن. 40 سال طول میکشه. 3 میلیون گشنه رو میخواست چیزاشون رو قطع کنه که پریروز این جو بایدن گفت بابا اینا رو اگه خوراکشون رو قطع کنی مردم دوز میشن، ماشینای ما دیگه امنیت نداره تو خیابون، میان میزنن میبرن. رفته بود گفته بود لوله نفت اینجوری بکشین و هر کی میخواد هر جایی رو سوراخ کنه نفت بکشه، دوباره اینا استاپش دادن. خانم دکتر جیلانی، شما دکتر جامعه شناس مملکت ما هستی، ترامپ چه کار میکنه برای ایرانی؟ آقای کردار داره میگه، میگه این آخوندا بهترینن برای کانادا و انگلستان و آمریکا. خب نمیان حرفم بزنید که زود قهر میکنید و فلان. خب ببینیم، دو سخنگوی ستاد انتخابات رژیم ایران ضمن اشاره به عدم همکاری کانادا در برگزاری انتخابات در این کشور خبر داد که ایرانیان کانادا برای رأی دادن باید به آمریکا بروند. این مقام روز جمعه از عدم همکاری دولت‌های در انتخابات ریاست جمهوری خبر داده است. این تصمیم گیری بعد از این صورت می‌گیرد که دولت کانادا رژیم ایران را به عدم همکاری در مورد علت سرنگونی هواپیمای اوکراینی و دروغگویی متهم کرد. حالا همین دولت کانادا هر دزد و پدرسوخته ایرانی پول ایرانو برداره اونجا جا داره. ببینید این دولت‌ها دنبال منافعشونن. آقای کردار باز گفت، گفت من آفرین میگم به انگلستان که از اون حالت ورشکستگی خودش رو رسونده به اینجا. میگه که رژیم ریپلاینگ تو بها ابهری، رژیم هدف خودش رو داره، من و شما هم هدف خودمان را باید داشته باشیم. آقای نمیشه که شما به بها ابهری چه کار داری میکنی بها جون؟ خودت به خودت خودت به خودت جواب میدی؟ نوشته خودتو کپی که آیدان نو چه کار کردی. ولی میگه رژیم، آقای دوستان شما اینو قبول دارید که آقای ابهری میگه رژیم هدف خودش رو داره، ما هم هدف خود، که نمیشه هر کسی یه سازی بزنه. همین میشه که شده اقتصاد خراب، سیاست خراب، به اصطلاح رفت آمد دولت چی میگن
رفت آمد با دولت‌های دیگه خراب، امور خارجه خراب، اینجوری میشه. جناب شیرازی، همونطور که کسی نباید به شما بگه چرا شناسنامه مهر نداره یا رأی نداره، شما هم نباید به کسی خورده بگیری که چرا او رأی داده. اگر این حرف مورد پذیرش شماست، باید با هم لعنتی به رسانه‌های بودجه‌های مخالف بفرستیم که تحمل ایرانیان برای عقاید یکدیگر را تبلیغ تشویق نمی‌کنند. اینو شما درست میگی آقای احمدی. رسانه‌هایی که مردم رو به اصطلاح ببخشید دوستان، مردم رو تشویق میکنن که به هم بیفته جون هم بیفتن، دشمنی رو ترغیب میکنن و تشویق میکنن، اینا به نظر من هزینه شون و بودجه شون از یه جای دیگه میاد و اتفاقا ایرانی ها به اینا اعتمادی ندارن. البته این یه سوال آقای همایون هم بود از آقای معیدی، که آقای معیدی اینایی که پول از این ور اون ور میگیرن، مردم ایران نظرشون در اون مورد چی هست؟ دوستان بذاری حالا که اسم همایون اومد، من یه بار دیگه راجع به شهرام همایون و نابغه بودن ایشون صحبت کنم. شهرام همایون میگفت من رفتم و با وزیر فرهنگ و هنر در سن 12 سالگی، وزیر آموزش پرورش، صحبت کردم، گفتم شما توی مدرسه ها بانک درست کنین، شما توی مدرسه ها به ما یاد بدین چجوری رانندگی کنین، چیه این درسایی که به درد ما نمیخوره؟ آقای همایون، برنامه ها خیلی افتضاح شده، ولی آدم باید حق رو بگه، ولی تحمل شما و اون منطقی بودن شما خیلی رفته بالا، اون حالت آقای سکویی رو دیگه نداری. خب این با کبر سنم میاد، ولی دیدم شما حتی به اونایی هم که مصاحبه میکنی بهشون میگی آقا من تو رو دعوت کردم اینجا، وقت تو من میگی فلانی دعوت نکن، به تو چه؟ تو میتونی نیاد. همین آقای معیدی مثلا یه دفعه گفته بود من فلانی اونجا هست نمیام، این هیچ اشکالی نداره، بهتر از اینه که بیان با هم دعوا کنن. تو مهمونی های معمولی هم میبینیم طرف بهش زنگ میزنی میگه آقا جمعه هفته دیگه بیا اینجا با هم دو تا آبجو بخوریم، میگه آقای اکبری هم هست، میگم بله، میگه من نمیام، با آقای اکبری بحث هم میشه، آقای اکبری هم بشقاب میزنه تو سر من، نمیام. این حال آقای شهرام همایون، اگه دوست داشتی، اگه خسته شدی بعد از انتخابات از این پول جمع کردن ها، یه ساعتی یا شما بیا اینجا یا من میام اونجا تا باهات صحبت کنم. حالایی که شما فهمیدی دوره شاه هم اشکالات زیاد بوده، حالا که شما فهمیدید که آقا اونایی که میگفتن اینجوری یه زمانی مثل شما طرفدار شاه بودن، یه زمانی مثل شما فکر میکردن این آقا رضا پهلوی قسم خورده به سوگندش وفاداره میره ایران، بعد دیدن نه این مرد که ببخشید کونگوشاد اصلا تو این خطا نیست. البته بعد عکسشو میبینیم لامبرگینی وقتی 16 سالش بوده، خب معلومه اینجوری. همین آقای سفر دادور تعریف میکرد یه پورشی آوردن توی مسجد سلیمون توی شوش، بعد گاز میداده خاک و اینا، گفت پیرزنه اومد گفت نه این کیه خاک میکنه، گفتم رضا پهلوی، گفت مرچور هیکلش ببره، اصلا نمیشناختنش کیه، ولی اومده بود با پورش تو جاده خاکی خاک میکرد. بله، این عکسی که بهتون نشون دادم نوشته خراب کردن پلهای پشت سر گاهی خیلی هم خوبه، باعث میشه نتونی دیگه به جای اشتباهی که بودی برگردی. این آقای سعید کابوسی فرستاده، ازش ممنون و متشکرم. و اما من امروز میخواستم ساعت 3:30 از حضورتون مرخص بشم، ولی چون آقای کردار اینجا بودن اجازه بدید بازم چند دقیقه باهاتون باشم و بریم. دوستان این عکس رو من بهتون نشون میدم، برای یه لحظه نگاش کنید ببینید چی میبینید. خیلی نشون دادم دیگه حالا میبینید چی. یه خودنویسه نه، ولی حالا من براتون میچرخونمش. این هر کی این عکس رو گرفته، عکس بسیار قشنگیه، عکس یه دسته که روی شیشه است، یا دو تا دسته که به اصطلاح بستن به هم، ولی درست مثل خودنویس، بذار اینجوریش کنم بهتر دیده میشه. آره این دو تا دسته، دست یه نفره و با بندم بستنش، با تناب، این بند نیست، بستنش. خیلی هم خوب و به اصطلاح عکس خوبی بود. بعضی عکس‌ها رو آدم وقتی میبینه، خود اینا هم میگن یه عکس گویاتر از 1000 کلمه است. دوست دارم آقای اکبری
یا پیغام بذاره مثل قدیما به ما بگه که خب بریم عکس بگیریم برلین ببینیم مثلا یه آقایی رفته رای بده، حتی به خاطر که فکر کرده اگر رای نده ممکنه بخواد بره ایران تو فرودگاه نظر اذیتش کنن. باید با این چیکار کنیم؟ و اما یه فیلم دیدم به نام سناتور، مال فرامرز غریبیان، همون اوایل انقلاب ساختن این فیلم رو، اگه دوست داشتید برید نگاه کنید. 1363 ساختن. بعدن شاید هفته دیگه در موردش صحبت کنیم، یا شما زنگ بزنید نظرتون رو بگید چی فکر میکنید. و یه فیلم دیگه من دیدم این هفته راجع به بوشهر. من بوشهر ایران که بودم، شیراز که بودم، دبیر که بودم، زیاد میرفتم. بعد وقتی هم کار میکردم میرفتم بندر بوشهر و اینها. و این فیلم رو که دیدم، این فیلم سناتور رو نمیگم، اسم فیلم هست پاپ، همون هست ما میگیم پاپ پل دوم، پاپ نمیدونم فلان اینها، POPE. بذارید من فکر کنم یه جایی هم پیدا نوشتمش، حالا لینکش رو اینجا بذارم، کاری نداره. بنویسید پاپ پرژن مووی یا فیلم فارسی پاپ، میاد. این صداشو ببندم اینجا، اینجا POPE پرژن مووی. من این فیلم رو همینجوری، میدونید ما همه ایرانی ها برنامه ها رو تصادفی میبینیم، تصادفی دیدم و به نظرم فیلم جالبی بود. چند تا اشکال کوچیک و بزرگ داخلش هست. این فیلم رو نمیخوام برای شما خراب کنم، اول برید ببینید. اینه، اجازه بدید عکسش هم بهتون نشون بدم. آها، این آقای ما تو ایران که بودیم، بهتون گفتم ما چیزی به نام سیاه‌پوست سفیدپوست اینا به اصطلاح خیلی برامون مسئله ای نبود. این عکس رو ببینید دوستان، کامرای دو، بله. لینکش هم روی فیسبوک گذاشتم، حالا روی یوتیوب اگه یادم باشه اون زیر تو قسمت دیسکریپشن براتون میذارم، اگه نه دیگه خودتون پیداش کنید. اسم این فیلم هست، نوشته فیلم سینمایی پاپ با فارسی، ولی POPE هم بنویسید، همون پاپ، کلیسا، واتیکان اینا هست. فیلم بسیار جالبیه و گویای حقیقت‌های تلخی از ایران کنونی است. باز هم از اینکه بیننده برنامه من بودید ازتون ممنونم، از اینکه تلویزیون مردم رو دیدید متشکرم. لطف کنید تلویزیون مردم برنامه من رو به دیگران هم معرفی کنید، سابسکرایب کنید حتما، و ای که دستت میرسد کاری بکن. بعد اون وقتا میگفتن با قدمی با قلمی، این سابسکرایب و حمایت از تلویزیون مردم. در رابطه با اینکه آقای کردار گفت من به نوبه خودم کمک میکنم، دوستانی تماس میگیرن میگن ما با پیپال مشکل داشتیم. دوستان این روزا از طریق پیپال، از طریق زل، از طریق ریا RIA، از طریق وسترن یونیون، از طریق مانیگرام، از طریق ونمو، یعنی هزار طریق مختلف هست که شما میتونید پول ارسال کنید. و این بهبانی احمق مدت ها پیش میگم مگه من قاچاقچی هم که پول نقد داشتم چیز کنم، بعدش میگم حالا پول نقدم بفرستید اب نداره. خیلی از بیزینس ها هستن پول نقد، رانندهای تاکسی، رستوران ها، اینا پول نقد میکنن ولی حساب کتابشون درست. ما همیشه اینجا یک کتاب آبی رنگ داریم، وقتی یه نفر پول میفرسه، پول نقد با پاکت و اینها، اینجا مینویسیم، تاریخ مینویسیم، آخر سال هم این حسابا رو با اون حسابای بانک و وسترن یونیون اینها میاریم و جوابگوی دولت بودیم و هستیم و خواهیم بود. خبر خوب، ترامپ از لحاظ ورقه‌های مالیاتی حسابی توی آب داغ افتاده. این ماجرای آب داغ فکر کنم همون ضرب المثل قورباغه و آب و داغ و اینا هست. اگه ضرب المثل دیگه هست یا زبان زد دیگری هست بگید تا ما هم بدونیم. پس فیلم شد دوتا، یکی سناتور با شرکت فرامرز غریبیان و یکی که توی اون نقش استوار بازی میکنه، استوار ژاندارمری، و یکی هم فیلم پاپ که این عکسی که بهتون نشون میدم باید یه جورایی این آقا رو تو فیلم ببینید. ایشون هم موزیسیانه. و ببینم چیزی هست، حالا یه هواپیمایی نوشتم که یه هواپیمای سوپرسونیک
درست شده. یادتون یه هواپیمایی بود کنکورد توی ایران هم اومد توی هوا مهرآباد نشست، تمام شیشه ها شکست، بعد هواپیمای کنکورد اصلا رفت بیرون به دلیل اینکه میگفتن مقرون به صرفه نیست، همه کس نمیتونن افورد کنن، توانایی خرید بلیتش رو ندارن. حالا این هواپیماه به جای 30,000 فوت در 60,000 فوت پرواز میکنه و بوم سوپرسانیک، مثل که دو برابر سرعت صوت سرعتش هست. و فیلم پاپ هم اینجا نوشتم، اینم براتون گفتم. آها، این جیرجیرکا یا سوکیدو، حیواناتی که بعد از 17 سال اومدن اینجا، منو یاد سالی میندازه. آقای اکبری هستی یا رفتی؟ سالی که توی شیراز ملخ اومده بود، ما اون موقع کل موشیر زندگی میکردیم و میرفتیم پشت بوم از مدرسه که میمدیم ملخ میگرفتیم. بعد شنیده بودیم یه عده این ملخ ها رو میخورن، از بس همه گشنه بودن. آقا همون دوره شاه هم والا ما از صبح که میرفتیم مدرسه دلزعفه و گشنه داشت، گشنه بودیم، تا زور که میمدیم یه نهار میخوردیم دوباره تا شب شام بشه. حالا هست که مادرت لغمه برد میگیری میبره. اون روز دیدم یه خانمی نشسته بود برنامه اجرا میکرد، این خانم مثل که 4-5 سالی از من بزرگتره، هنرپیشم. بعد میگو قدیما خیلی با صفا بودن، ما میرفتیم خونه اونا تخمر میگرفتیم. خانم نداشتین، هی میرفتیم قرض میگرفتین، یخچال نبوده، میخواستن کوکو درست کنن، میرفت 4 تخمر، بعد از فامیلا بودن نزدیکم، میرفتی از عمت میگرفتی، پس فردا اون 4 تا از تو میگرفته. حالا عمتون شونه های تخمر توی یخچال ذخیره میکنین، تا هم بگن مرغ نیست میرین 4 تا مرغ میخرین میذارید که دوتاش هم خراب میشه. هی نگین قدیما اینجوری بود، قدیما اونجوری بود. اگه قدیما خوب بود برگشتن به عقب که الان درست میتونید انجام بدید. به جایی که سوار ماشین بشید پیاده را برید، به جایی که سوار ماشین را بشید یه درشکه بگیرید، نمیدونم دیگه. بس تغییر قانون اساسی در ایران بیانیه 14 تن. آقا مرد، آقای سهراب چمنارا، این 14 تن یکیشون رفته، 14 معصوم شدن 13 تا، اونا تموم کردن ول کردن تو ایران، شما دست بردار نیستی. دوستان عزیز بازم ممنون. کازرون بقالی ها ملق بوداده میفروختن، اتفاقا اینجا میگن خیلی خوبه، خیلی هم برای درخت و مزرعه و اینا خوبه، مثل کوده، چون پروتئین گوشت وقتی میونن. بعد باورتون بشه یا نشه، یه بستنی فروشی اینجا اومده با نون بستنی بال درست کرده برای اینا، بستنی هم شکل بستنی شکلاتی هم شکل اینا درست کرده، خیلی هم قشنگ، چشای قرمز بزرگی دارن. این نوه من میره از پشت میگیردشون اینجوری بلند میکنه میگه رد آی، چش قرمز، چش قرمز. و من خوشم میاد که حالا اون ملخا رو وقتی میگرفتیم پاهاشون به قول شیرازی ها خنجمون میزد، اینا پاهاشون هم همچین چیز نیست، ولی صدا میدن، صدا میدن عین توربین برق. دلیلش هم بهتون بگم، اینا جوونن دیگه، تینیجر که میشن فوری شروع میکنن صدا دادن، دنبال دخترها هستن، دنبال زنای سوکیده، میگن مسکیدو، مسکیدو میشه اون پشایی که نیش میزنن، خیلی بدن. در هر صورت بله شنیده بودم که بعضیا، حالا هی ما میگیم عرب ملخ خور، آقا تو خوزستان هم خیلی ها زودتر از ما یاد گرفته بودن همین چیزا رو، این خرچنگ و اینا رو میخوردن، خیلی هم خوراک گرونیه. ما اومدیم آمریکا شروع کردیم پای قورباغه خوردن، خیلی هم خوراک گرونیه. در هر صورت هر جایی بستگی به اون چیزی که داره. این چینی ها چرا همه چی رو میگیرن میخورن؟ جمعیت زیاده، تو آب، تو هوا، رو زمین، هر چی راه بره تکون بخوره میگیرن میخورنش. بعد هی ما میگیم این چینی ها اون بازاره که چیزای زنده میفروشن. آقا همینجا رستوراش آب رو رد لابستر قشنگ تو آکواریوم گذاشته، خرچنگ لابستر گذاشته، بدبخت دستاش هم کش بستن، شما میری ورش میداری، میاره میذاره، 30-40 دلار رو ازت میگیره، همینجوری زنده زنده میندازتش تو مایتابه یا زنده زنده میندازتش توی آب جوش. که بعضی ها باور دارن وقتی حیوان ها رو زنده چیز کنین اینا یه سمی تو بدنشون ایجاد میشه، ولی این همه سال این همه سم دادن به مردم با لابستر، همه خوردن و صداشون در نیومد. دوستان عزیز امروز برنامه آقای حسن ارشاد به جای 60 دقیقه 100 دقیقه است، خیلی طولانیه و به همین خاطر من تصمیم گرفتم 3.5 برنامه خودم تموم کنم که برنامه ایشون باشه. و ما در تلویزیون مردم الان 3 تا برنامه داریم،
برنامه آقای حسن ارشاد، برنامه کانون آواز، برنامه سربی با مردم. شما هم میتونید در این تلویزیون برنامه داشته باشید، شما هم میتونید برنامه بگیرید، دوستانتون رو دعوت کنید، شما هم میتونید ویدیوهایی که فکر میکنید دیدید خوشتون اومده، ویدیوهایی که فکر میکنید دیدید بدتون اومده، اینا رو اینجا نشون بدید تا دیگران هم اون ویدیوها رو ببینن. مثلا آقای بها ابهری میتونه این ویدیو رو با روزی 10 دلار 15 دلار روزانه اینجا پخش کنه. ما روزی قول یه دونه رو بهشون میدیم، ولی میبینید که وقتی 2 ساعت سربی، 1 ساعت کانون آوا، 1 ساعت هم آقای ارشاد، خب این 6 بار میچرخه در 24 ساعت 6 مرتبه نشون داده میشه. آقای بها، ویدیوهایی رو که دوست داری ما بهت میگیم یه بار پخش میکنیم از این هفته تا اون هفته، از این بهتر میگیم آقا شما به جای 20 دلار هم 10 دلار بده، 50 دلار که بدی برای 5 روز ما 2 روز هم مجانی یه هفته. والا دیگه نمیدونم، اگر نرخ بهتر از این میخوای بیان برین عراق، شاید یه پولی بهتون بده. و الا 50 دلار شما میدی یه ویدیو تو ما 5 روز پخش میکنیم، 2 روز هم مهمون ما 7 روز پخش میکنیم. دیگه از این بهتر میخوان؟ نرخمونم آقای سهراب چمنارا، نرخمونم نرخیه که 2006 نشستیم نوشتیم مینیمومی که میشه این برنامه رو چقدر، آقا روز 3 دلار برای این، روز 10 دلار برای اون، روز 20 دلار، ولی نرفتیم مثل سعودی عربی اینترنشنال آویزون به این اون بشیم، مثل آقای نوریزاده نرفتیم نمیدونم نوکر عربا بشیم، اومدیم اینجا وایسادیم، خودتونم اومدین خونه من، سیستم من دیدی، شما میای میشین اینجا حرفتو میزنی، ویدیو تو خونت پر میکنی میفتیم هم بعد پخش کنم. این دیگه من نمیدونم این طعنه‌هایی که میزنید چیه، همه خودفروشن، شما خودفروش نیستی؟ خب شما از صبح تا از خود تو داری میفروشی که بتونی پول ببری خونه، یا این کلمه مزدوری که به غلط استفاده میکنن، نکنید این کار. همین کارا رو کردید که آخوندا میگن دیگه ما چرا پول خرج کنیم، اینا خودشون افتادن به جون هم، بس حقوق ما رو هم قطع کردین دیگه. حالا طرف میگه دیدی آقا سوربی گفت حقوق هم بهم میدن. این آقای کردار یه دفعه گفت که این امید دانا میگه من ماهی 18000 دلار، گفتم آقا این اگه ماهی 1800 دلار هم بهش بدن میره 16 تا انگشتر دیگه میخره، این مزخرفات چیه؟ ضمناً آقای کردار به من گفت که بعضیا مگنت شدن و اینا، من تو هفته گذشته تو برنامه نشون دادم من 2 تا واکسن زدم هیچ مگنتی هم نشدم، تمام اینا رو توضیح میدن که بعضیا این چسبای چیز زدن، بعضیا پشتش یکم عسل مالیده گذاشته، یا از تو بشقاب عسل اصلا ور میداره میزنه اینجاش میچسبه بعدم. و الا آدم سالم آقای کردار، شما تا حالا چند بار تو این 60 چند سالی که از عمرت میگذره برداشتی یه آهنی، یه چکشی، یه پیچکشلی، یه سوزن قفلی، سنجاق قفلی بذاری اینجات ببینی امروز مگنت هستی یا نه؟ پس اینا خودشون یه کرمی دارن، ولی من امتحان کردم همچین چیزی نشد. دوستان عزیز ممنون و متشکرم از شما، روز و روزگارتون خوش. و هواپیما رو هم گفتم، ترامپ هم شلوارش پس و پیش پوشیده بود، گفتم ترامپ نشسته که آگست بیاد، و افرادی هم مثل خانم جیلانی و آقای محبی و اینا نشستن نمیدونم میخوان چی کار کنن. خب این بوده، شما چی کار کردی؟ و ببینیم که بله، میگه که وقتی سلمان خوب بیکار باشه شما بگو این بهتره یا وراجی دکتر و وزرای گوینده. این پتیک وقتی بیکار میشه وای میسه خونه خودش کار میکنه و تر تمیز میکنه، و میگه مثل اون آرایشگرایی هستیم که سر خودشون رو میتراشن. گفت چی؟ سرم را سرسری متراش ای استاد سلمانی. این متراش مکن اینا من بعضی وقتا گیر میکنم، مثلا میگن سیاست مدار، خب بعد میگه مدار از روزگار مثلا فلان، این مدار یعنی ندار یا یعنی نمیفهمم، خلاصه چیزا خیلیاش غلطه. خودتون رو اسیر این ضرب المثل ها و اینا نکنید و فکر نکنید چون این ضرب المثل اینو گفته پس درست. مرسی مرسی مرسی. و خیلی عکس دارم، میخوان عکس‌ها رو بهتون نشون بدم، حالا 10 دقیقه دیگه وقت داریم بزنید عکس‌ها رو نشون بدم. این خیلی جالبه، یعنی بعضی از این عکسایی که میفرستن و اینا با مزه است و آدم فکر میکنه وقتش علکی تلف نشده. بزنید من این سلکت ایریا
فقط متاسفانه این عکس ها یکیش مثلا توی اینستاگرام از اینوریه، یکیش توی تلگرام از اونوریه، یکیش پهنه، یکیش افقیه، یکیش عمودیه. بذارید من اینو، میگه که یارو تو تاکسی میگه آخوندها خیلی دزدن، بغلیش میگه درست صحبت کن، میگه آقا مگه تو آخوندی؟ میگه نه من دزدم. دیروز توی اتاقی بودم که فکر کنم همین اتاقی بود که آقای معیدی به اصطلاح مدیرش بود و یک آقای کوروش نامی هم طرفدار همین جمهوری اسلامی و اینا اونجا بود و این اومد دفاع کرد. مردم بهش گفتن که خب آقا شما دفاع میکنی، اسم یکی از اینا رو بگو که دوز نباشه. نتونست بگه آقای بهاءپری، نتونست بگه آقای فلانی دوزی نکرده. و یکی از چیزای مسخره‌ای که من یادم اومد مال انتخابات این بود که روزی که آمدن مناظره کنن همشون با یه مش ماشینای درب و داغون و ساخت ایران اومدن، ولی این حرومزاده ها همشون بنز و ماشینای آنچنانی، حالا خودشون که تو سرشون بخوره، بچه هاشون اونچنانی هستن، نمیشه به اینا اطمینان کرد. اینم این سه تا عقب افتاده نوشته که با یه سطل میریم، نمیدونم چه غلطی میخواد بکنه با یه سطل. نگاه کنید قیافه ها که از من کج و موجتر، حالا نوشته شونو من اینجا میرمیستم چی نوشته. نوشته ما با یک سطل آب اسرائیل را نابود میکنیم. خب ببین آقای بهاءپری، شما میگی اون به همتی میخوام رأی بدم که با دنیا میخواد به اصطلاح در گفت و شنود باشه، دیگه به این نتیجه رسیده که آقا این شعارهای بی خودی که دادن بی نتیجه بوده، بدبخت شدیم، به هیچ جا نرسیدیم. خب اینا رو میخواد چیکار کنه؟ البته من خودم چون باور دارم به آموزش و پرورش، فکر میکنم اینا رو تو 6 ماه میشه عوض کرد. من نوامم آمده، ازتون خداحافظی میکنم، امروز شنگول و منگول مهمون ما هستن. ما 3 تا نوه داشتیم، شنگول و منگول و دسته گل، حالا یکی دیگه هم اضافه شده، 4 تا نوه داریم. نمیدونم به اون چی بگم، شمع و گل و پروانه و بلبل. دیگه شنگول و منگول و دسته گل رو باید عوض کنم، شمع و گل و پروانه و بلبل همه جمع هست. امیدوارم شما هم این لذت نوه داشتن و اینها رو داشته باشید. یه عکس دیگه نشون بدم به دوستانی که فکر میکنن باید همه رو به زور ببرن اسلام بهش. نگاه کنید دوستان، الان من یه عکس رو گذاشتم، شما به من بگین چرا اینجوری میشه، نگاه کن چه جوریه. ولی عکس حقیقتش اینه. بذارید بزرگشم کنم اینجا. اون چیزی که من میبینم اینه، ولی اون چیزی که دستگاه به شما نشون داد دیدید که چقدر زشت بود. ببینید کامرای دو، این آقا اومده اینجا چند تا روزنامه گذاشته، داره نماز میخونه، این آقا دوست دخترش بغلش دارن لب میگیرن و زبان به هم دیگه یاد میدن. بعد این نوشته بود که آزادی یعنی این. حالا جالب اینه که اینایی که نماز میخونن، مثلا من دیده بودم یکی میاد یه جایی جلوی در ورودی خونه یه نفر، اینا نمیدونن شما باید اول صاحب این زمین راضی باشه که شما اینجا نماز بخونی. نمیدونم جاهای عمومی حالا صاحبش کیه، باید از همه مردم چی کنه، یا آقا نماز اونی که نماز درست کرده فکر کرده از این ساعت تا اون ساعت شما تا برسی خونه یا برسی مسجد این تظاهر برزی دور. توی آمریکا میگن دین و مذهب مثل آلت تناسلیه، همه یه رقمشو دارن ولی قرار نیست همه درش بیارن به این اون نشونش بدن. شمایی که تظاهر میکنی برای دین و مذهب، مثل این که آلت تناسلی تو خیابون در آوردی نشون مردم میدی که بله من دارم. آقا اونا هم دارن، اونا به شما احترام میذارن، تو شلوارشون تو دامنشون نگهش میدارن. میگن که جناب صوفی اون فرهنگی که اجازه میده همینطوری همه را متهم به دزدی میکنه باید باهاش باید مبارزه کرد. شما درست میگید. من ادعا میکنم همین همتی که مدرک دزدیش را نداریم باید بپذیریم تا وقتی مدرک دزدیش را بتوانیم پیدا کنیم و جرمش را ثابت کنیم. آقای ابهری شما کاملا درست میگید. کسی نباید به یکی بگه ثابت کن دزد نیستی. به همین خاطر کشورهای خوب اونا وظیفه‌شون اینه که ثابت کنن که یه نفر دزد هست. شما کاملا درست میگید.
اون سوالی هم که دیروز تو اون اتاق شده، به نظر من آقای معیدی باید این حرف شما رو میزد که به طرف بگه آقا شمایی که به این آقای جوون حزب اللهی میگی اینا همشون یکیشون رو بگو که دزد نیستن، شما بیا دزدی های اونایی رو که میدونی بگو. شما درست میگی و خیلی خوشحالم که بیننده برنامه بودی، خیلی خوشحالم که این امکان هست که فوری اشکال من رو به اصطلاح گوش زد کنی. بازم ممنون، بازم متشکر. و خب ببینیم، این میدونید که دولت آمریکا داره یه سری چیای مجانی میده، آبجو میده اینها، که مردم تشویق بشن برن واکسن بزنن. میگه که این تو سی ان ان بوده، حالا نمیدونم این سی ان آی نیوز بوده چی بوده، نوشته اد فری وید، پیشنهاد شده که به اصطلاح مجانی به مردم حشیش و ماریجوانا بدین تا بیان واکسن بزنن. تو ایران هم شنیدم میگو اینایی که چیز هستن، اینایی که معتاد هستن کرونا نمیگیرن، غلطه، درست نیست. و خیلی هم خوب. دوستان عزیز، دیگه عکس زیاد دارم ولی باید واقعا یه روز فقط بیام بشینم عکسیز کنم. یه سری هم وسایل فروشی دارم، یکی دو تا ساعت هست، یه ساعت هست از دست من کوچیکه و یه ساعت دیگه هست بندش احتیاج به تعمیر داره. من معمولا الان چندین سال ساعت و انگشتر و علاقه و زنجیر و از چیزا نمیبندم، اصلا خوشم هم نمیاد. اگه کسی خواست اینا همه رو با هم توی برنامه بفروشیم بره. ما میخواستیم ساعت 3:30 تموم کنیم، الان ساعت 3:57 دقیقه است. این 3 دقیقه رو ازتون خداحافظی میکنم تا بتونم وقت داشته باشم سیستم رو از سیستم برنامه زنده به سیستم برنامه‌های بازپخش که بهش پلی لیست میگن، یعنی شما یه لیست معین میکنی این سیستم هم بازی میکنه. یادتونه قدیما یه میکروفون، یک چیزایی بود تو ایران، چی بهش میگفتن، گرامافون، گفتم میکروفون اشتباهی، صفحه ها رو میذاشتی شما یکی یکی، این میرفت اون میمد میافتاد رو اون یکی، سیستم جالبی بود. بعد این سی دی های اومد که 9 تا سی دی بود یا 5 تا سی دی بود، بعد 6 تا تو ماشین که یکی یکی عوض میکرد و حالا رسیدیم به جایی که اصلا هیچ کدوم از اینا احتیاج نیست. خدا میدونه که اینا اینو داشتن و به هیچ کس نگفتن تا ما به ترتیب و سلسله مراتب همه اونا رو بخریم، کهنه بشه، خراب بشه، حالا به اینجا برسیم که شما ماشین که میخری این روزا نه جای نوار داره نه جای سی دی داره و حتی اون فیش هم نداره که این فیش تلفن تو بزنی داخلش، تلفنت هم چارج میشه بدون سیم، تلفنت هم وصل میشه با اون سیستم بدون سیم. مرسی، متشکرم، روز روزگار بر شما خوش، به امید روزهای بهتر و آینده‌ای روشن‌تر. بازم ممنونم که با ما بودید. مرسی.